بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. دوشنبه 24 آپریل 2017 و برابر است با 4 اردیبهشت ماه 1396. اجازه بدید که اولین کاری که می کنیم صفحه فیسبوک رو، صفحه شخصیمون رو با دوستانی که از طریق چی ما رو میبینن، از طریق صفحه مردم تیوی ما رو میبینن هماهنگ کنیم و برنامه رو با هم پیش ببریم. امروز فکر میکنم برنامه جالبی باشه، به این دلیل که با آقای پروفسور هوشنگ امیراحمدی صحبت میکنیم. میدونید که ایشون در ایران بود و ثبت نام کردن کاندید یا خودشون رو نامزد ریاست جمهوری و اخیراً دیدیم که یه لیستی رو اونها دادن بیرون که اسم ایشون نیست، اسم آقای احمدی نیست، اسم خیلی های دیگه نیست و ما هم گفتیم که با ایشون مصاحبه داشته باشیم ببینیم که اینها که میبینن شرایط و اوضاع اینجوری هست چرا باز هم میرن شرکت میکنن. چون بعضی ها میگن شرکت کردن اینها در به اصطلاح انتخابات به جمهوری اسلامی این امکان رو میده که بگن ما حکومت دموکراتی داریم و مردم میان رأی ثبت نام میکنن، مردم میان رأی میدن و الی آخر. نظر شما چیه؟ اگر در این مورد با ایشون حدود ربع ساعت دیگه تماس میگیرم، اگر سوالی دارید روی فیسبوک یا از طریق تلفن زنگ بزنید 202-695-2573، میتونید تکس هم ارسال کنید یا با ایمیل info@mardomtv.com یا با ایمیل usa.sorbi@gmail.com تماس بگیرید تا پرسش های شما را از ایشون بپرسیم و ایشون هم مطمئنن پاسخ خواهند داد. و اما امروز 24 آپریل 2017 است. 101 سال قبل عثمانیان، این امپراتوری عثمانی کشتار عجیبی انجام میده که 1.5 میلیون ارمنی رو قتل عام میکنه و البته اونها مثل دوستان یهودی خیلی امکان تبلیغات نداشتن تا میشه گفت چند سال اخیر که به اصطلاح بیشتر و بیشتر این سوشال مدیا و اینها امکانش هست، اینها هم صداشون رو به گوش این و اون رسوندن. ولی جای تأسف اینه که دوباره این آقای اردوغان با اون رفراندوم مسخره، اینم برای اونایی که میگن جمهوری با اسلامی با رفراندوم بذاره، کسی که در قدرت نمیاد رفراندوم بذاره که مردم میخواین من باشم یا من با تخت و تاج و سلطنت و عمامه سرنگون بشم. در صورت ممنونم از پتیک. جالبه که من اینجا نوشته بودم 101 سال از کشتار ارمنیان توسط امپراتوری عثمانی گذشت و پتیک هم لطف کرده پیامی گذاشته که این پیام رو پخش کنیم. با هم بشنویم صدای این دوستمون آقای پتیک مهدسیان از کالیفرنیا. کاکو جان سلام، پتیک هستم. امروز 24 آوریل و مصادف هست با 101 سال قتل عام ارامنه توسط دولت ترکیه. شهر 200,000 نفری گلندل با 80,000 نفر ارمنی تقریبا با حالت تعطیل در آمده و اکثر جوانان ارمنی با ماشین‌های آنچنانی بنز و بنتلی و بی ام و در لس آنجلس مقابل سفارت ترکیه و فدرال بیلدینگ پرچم‌های ارمنستان که ماشین‌ها را پوشاندند جولان می‌دهند به امید روزی که کلیه ممالک آسیب دیده از قوم‌کشی رهایی یافته و زندگی آرام خود را سپری نمایند. خدا نگهدار. ممنونم دوستان. 40 ثانیه سلام و احوال پرسی کرده، خبرشو گفته و امیدش رو هم گفته و رفته. ما هم امیدواریم همچین روزی برسه و این شما گفتید قوم کشی، ولی این نسل کشی واقعا و هست به انواع مختلفه. بعضیا
به اسم یک قوم به خصوصی، بعضیا به خاطر زبانشون، بعضیا به خاطر دینشون، مذهبشون، یه عده دیگر هم میکشن. یک کاریکاتوری هست اگه بتونم پیداش کنم بعدا به شما نشون میدم. چند تا، دو تا عرب نشستن از اینایی که احیانا آیسیس و این گروه های چیز هستن، میگه خب پس ما کی اسرائیل رو میکشیم و از بین میبریم؟ میگه وقتی که مسلمون شدن. یعنی فعلا زمان مسلمون ها هست که همدیگر رو بکشن. اینم از این ماجرا. برگردیم باز به این صفحه تودیز و ببینیم که این، بله، آقای دکتر هوشنگ امیر احمدی از USA، ایشون از همین نیوجرسی هستن توی دانشگاه رادگرز، و یک دوستی ما داریم که گاهی وقتی هم با آقای چمنارا به اصطلاح کلکل میکنن، از خود منم ایراد میگیرن و من ممنونم، هم از برنامه ها ایراد میگیرن هم مجبور میکنن ما رو که به اصطلاح پاسخگو باشیم، فکر کنیم، همینجوری یه چیزی تو هوا نگیم و بریم. یه نامه رو برای من فرستادن که اگر بتونم براتون میخونم، یه مقداری طولانیه و من از ایشون خواهش کردم که خودشون این رو برای ما بخونن، چون وقتی یه صدای دیگه باشه یه تنوعی به برنامه میده و اینجوری راحت تره. میگه که آقای سوربی گرامی، لازم است ایمیلی رو که برای یکی از این صاحبان تلویزیون فرستادم و جواب ایشان رو براتون بفرستم. اولا این صاحب تلویزیون یه آدم معتادی بود که آمد اینجا و حالا به خاطر گرین کارت و اینها این ور اون ور زد، دنبال این خانم، دنبال اون خانم، بالاخره یه بنده خدایی که خانم بسیار خوبی هم هست ولی خب بچه داشت، نوه داشت و اینها، شد همسر اینو. اینم همون دنباله مشروب خوری و نمیدونم هروئین من ندیدم، ولی تریاک و علف و اینا هرچی بگید دیدم، اینا چهار مواده. بعد حالا شانس آورده رفته، البته ببخشید اینو میگم، میگن که آب میگرده گودی رو پیدا میکنه و اینم مثل که گودال یا گودی ایرانی ها، بعدتون نیاد کالیفرنیایی، کالیفرنیاست، هر کسی از هر جایی رونده شده و به جایی نرسیده میره اونجا و اونجا با یه سری مثل خودش هست و اینم رفته اونجا. حالا چون رفته اونجا، اونجا بیشتر سلطنت طلبها و شاه اللهیا هستن، اینم مجبور شده چهره عوض کنه و به اصطلاح دنبال رو اونها باشه. نوشته که ترسم از ترکان تیرانداز نیست، طعنه تیرآورانم میکشد میکشد. بیننده و شنونده برنامه از تلویزیون ایران آریایی بودم. مجری برنامه آقای آریا باقری روز شنبه مهمانی داشتند به نام سیاوش لشگری. این مهمان که در آن رژیم معبود دلخواستش به حداکثر درجه‌ای که نائل شد گروبانی بوده و حال بدون داشتن هیچ مدرکی و دانشی از قانونگذاری و قانون اساسی، فرقی نمی کند کدام قانون اساسی، چنان اظهار نظر جاهلانه کردند که به خوبی بیسوادی و ناآگاهی خود را نمایاندند. میگه گروبان لشگری، من نمیدونم درجه این آقای سیاوش لشگری چیه. اتفاقا ایشون با من همشهری ما هستن، کسی هستن که نشریه بیداری رو چاپ میکنن. خب بنده خدا دیگه توی سن و سالیه که خبر نداره، این نشریه ها دیگه به درد نمیخوره. بعد برای 30-40 نفر اونام یه ماهیانه میفرستن. آقای مینویی که به همه نشریه ها، به همه تلویزیون ها لطف داره معمولا، و دیگران بعضی هم دیگه تو درواسی میمونن و یه پولی میدن و اونم میره چاپ میکنه و میفرسته و چاپی هم دیگه الان نیست، مثل که اینترنتی شده. ولی چه کار کردن، چه برنامه‌ای دارن معلوم نیست. اولا الان هدفشون معلوم بود، الان هدفشون هم معلوم نیست. در اصل من چندین بار با آقای لشگری صحبت کردم ولی اینها اون شهامت جواب گفتن، به اصطلاح روبرو شدن با مخالفین رو ندارن. حالا من نمیدونم درجه ایشون چیه، ولی چون این دوستمون آقا یا خانم ببو نوشته که اون بی سواد بهش گفت بود بیبو، یعنی حتی خبر نداره. خب من اولین بار که دیدم گفتم این کلمه ببو چیه، اختصار چیزی هست یا همون ببو؟ یه نفر که توی ایران گیج و منگ بود بهش گفتن ببو. این دوستمونم به نظر میاد که فکر میکنه که انقدر میدونه که نمیدونه و خودش رو ببو حساب میکنه. نصد میگه گروبان لشکری هیچ میدانستی که در همین قانون اساسی مشروطه
که توی پرانتز یا گیومتون بخون مشروعه مورد حمایتتان ارتش و ارتشی و زن در ردیف، نمیگویم حیوانات، اما بزهکاران، دیوانگان و ورشکستگان به تقصیرند. با اطمینان بگویم که نه فقط آن قانون اساسی را نخوانده اید، حتی دفترش را هم به چشم ندیدید. چرا ما ایرانیان به جای مطالعه همیشه هیچ کاره همه کاره ایم و هیچ مهره ای سر جای خودش نیست و گروهان ارتش بدون داشتن سوادی از مسائل حتی متوسط جامعه به خود اجازه اظهار نظر در مورد قانون اساسی، آن هم از نوع پارلمانی که در دنیا سرآمد تمام قوانین است میدهد؟ ایشون نوشته که 40 سال است که خارج از کشور بیخبر از مردم است. اولا این آقا نام دارن، آن هم ایشان گفتن این آقا نامی به وسعت تاریخ، دکتر نصر احمدی، بنیانگذار نظام پارلمانی ایران. دوم، این گفتار نشانی بیخبری مطلق شما از دنیا و به خصوص این فارسی پریده، مثلا این 40 سال رفته آخر، اون اول نوشته سال است. در صد اینه دلیل دیگه‌ای که من از دوستان میخوام خودشون بخونن. اجازه بدین همینجا بهتون بگم اگه میخوان این نامه رو براتون بفرستم با من با ایمیل تماس بگیرید. شاید این نامه رو روی فیسبوک بذارم و فیسبوک هم یه چیزای خاص خودش رو داره. این نامه رو مثلا ما باید به صورت عکس بذاریم یا نمیدونم چه جوریه. مثلا وقتی میذارم بعد دوستان میان میگن آقا اینو که ما میزنیم تازه تو ایمیل شما باز میشه، بعد ما باید ایمیل و پسورد و اینها آیدی شما رو داشته باشه. در اصل کسی میخواد این رو براتون میفرستم و بتونید بخونید. فکر کنم 3 صفحه بود، بله 3 صفحه، و آخرش هم نوشتن که 4 بیستم، یعنی همین آپریل که 4 روز پیش بوده، 20 ماه آپریل 2017، ببو. بعد میگن مسئولین و باسوادان خود را کنار کشیده و سکان را به دست این بلنگوهای وابسته به دشمن سپردن. آقای شهرام همایون پرچم فروش شده ترتیب مسافرت های آنچنانی برای کسب درآمد بیشتر بین زنان و مردان، آن هم مردان و زنانی که در خارج و از داشتن هر امکانی برخوردارند. اگر از او تاریخچه پرچم را بپرسید مطمئن باشید که جوابی. دوستان اجازه بدید، آقای هوشنگ امیر احمدی تماس میگیرن و بریم سراغ ایشون و ببینیم که این انتخابات ایران چه ماجرایی داره. آقای امیر احمدی، ویدیوی شما رو ما نداریم، اگه لطف کنید ویدیوتون هم وصل کنید. بله داره. ویدیوی بنده بله داره وصل میشه. بله خب گوشی دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که ارتباط برقرار شد و با آقای هوشنگ امیر احمدی هستیم در دفتر کارشون. و ضمن سلام به ایشون و خوش آمد و حتی خیر مقدم به آمریکا. آقای امیر احمدی، خیلی از دوستان از من خواستن وقتی که نوشتم امروز شما مهمان برنامه هستین از شما بپرسم چرا شما با نامزد کردن خودتون و ثبت نام به رژیم جمهوری اسلامی ایران به اصطلاح آقای سربی، این صدا شکل همش بریده میاد، من فکر کنم پس دوباره بگیرین. اصلا من نمیفهمم. آها شما لود کنید کامپیوترتون اگه به چیزی شما بگیرید. اوکی. شما شاید. آره دوستان عزیز اجازه بدید من بگیرم. بعض وقتا این دوستان وقتی در وسط برنامه میان به ما بپیوندن من یادم میره بهشون بگم که تمام چیزهای دیگر رو قطع کنن و فقط با اسکایپ باشن. ما اینجا چون اینترنت بیزینس داریم از این لحاظ خیالمون راحته. شما لطف کنید اگه چیز دیگه اونجا روشن هست خاموش کنید. و الان صدا چطوره؟ الان خوبه. خب بسیار عالی. دوستان عزیز سلام میکنم خدمت آقای هوشنگ امیر احمدی، بهشون خوش آمد میگم، خیر مقدم به آمریکا. و تا ایشون هنوز اون حال و هوای ایران رو داره ازشون سوال کنیم که آقا یه مقداری راجع به ثبت نام کردن خودتون بگید. الان این برای چندمین بار است ثبت نام میکنید و اونها برای چندمین بار شما رو به اصطلاح رد صلاحیت میکنن. البته این رد صلاحیت دیگه واقعا بی‌معنی شده. کسی که 8 سال رئیس جمهور خودشون بوده، یه جورای فرزند
امام خوانده می شده اون رو هم رد صلاحیت کردن. من ساکت میشم، شما توضیح بدید. دوستان اگه سوال یا پرسشی دارن تماس بگیرن از طریق فیسبوک، تلفن، پیام، ایمیل و من اونا رو مطرح میکنم. حتی در موقع بازپخش این میتونن سوال کنن. بفرمایید آقای امیر احمدی با شماست. سلام عرض کردم آقای سربی برای شما، برای تمام بینندگان و دوستان تلویزیون مردم، برای این جمعیت خوب، برای همه ایرانی ها هر جای دنیا که هستن. عرض کنم حضورتون که اولا این من در واقع سه بار در این رابطه با انتخابات یه حرکتی کردم. در دفعه اول که 2005 بود، من عملا فقط دو هفته توی انتخابات روزای آخر بودم. واقعا هدفم هم این نبود که توی انتخابات شرکت بکنم و بخواستم اسمم اونجا بذارم، چون خیلی ها گفتن که این آقای امیر احمدی هدفش از این کارهایی که میکنه اینه که رئیس جمهور بشه، و منم خواستم که یک بار برای همیشه خیال این دوستان راحت بکنم و بگم که آره، من هدفم اینه که رئیس جمهور این کشور بشم و حق من هم هست که بشم، مثل همه ایرانی ها، حق هر ایرانی هست که بشه. بنابراین دفعه اول واقعا چیز جدی نبود. دفعه دوم که در واقع 4 سال پیش بود، یک حرکت خیلی جدی کردم و به یک جریان وسیع را انداختم، ولی این جریان بیشتر در خارج از کشور موند و مثلا موضوع انتخابات رو و فعالیت‌هام رو به تمام تقریبا بیشتر دانشگاه‌های تراز اول امریکا در جهان، جاهای مختلف، حتی تا اسکاتلند هم رفتم و همه جا به یک جریان خیلی جهانی را انداختم. ولی متاسفانه 4 سال پیش به دلایلی داخل ایران هیچ فعالیتی نداشتم، تا اینکه هفته ثبت نام که فکر کنم اول ماه می بود، اون موقع رفتم ایران، ولی خب از همون موقع ورود از دم فرودگاه بنده را گرفتن بردن توی وی آی پی فرودگاه و از اینجا من منتقل کردم به یه به اصطلاح سویت یه اتاق درونی هتل آزادی، یه 48 ساعتی من اونجا نگه داشتن و اومدن سعی کردن منو قانع کنن که من ثبت نام نکنم، برای اینکه میگفتن وضع بسیار بسیار حساسه، که این انتخابات از اون نوع انتخاباتی که شما فکر میکنید نیست، که ما هم اکنون میدونیم چه اتفاقی داره میفته و این در واقع عملا به من گفتن که این جریان مهندسی شده و شما خودتون رو وارد این میدون نکنید. به هر حال نذاشتن، به طور فیزیکی جلوی منو گرفتن که ثبت نام بکنم. به هر حال برگشتم، یعنی نشد دیگه. حتی برای چند ساعتی هم، 48 ساعتی هم، 24 ساعت، 48 ساعت برادرام رو که شناسنامه و کارت ملی مام همراه خودش داشت رو توی راه رشت تهران هم دستگیر کردن و نگه داشتن. به هر حال ما دیگه گفتیم که ما که نیومدیم دعوا کنیم، ما اومدیم ثبت نام بکنیم و از حق خودمون استفاده کنیم به عنوان یک ایرانی. حالا که نمیخواید، ما که اینجا برای دعوا نیومدیم، برگشتم. به هر حال این دفعه اما جریان یه ذره متفاوت بود. من اولا تونستم برم ایران، بیام چند دفعه و رفتم ایران، این دفعه مشکلی ایجاد نشد و بعد رفتم تو وزارت کشور مثل بقیه آقایونی که ثبت نام کردن ثبت نام کردم و عکسم همه جا پخش شد، خبر همه جا منتشر شد تو ایران که من ثبت نام کردم. بیش از، شاید اغراق نمی کنم، شاید بیش از 5-6 هزار عکس از من تو همه جا پخش شد و به هر حال یک چیز خیلی جالبی بود. من سبایی این که رد صلاحیت شدم و اینا، از اون جریان کلی لذت بردم. واقعا عجیب بود برای من که یه دفعه بیش از 2300 تا روزنامه نگار، عکاس، فیلمبردار و اینا یه دفعه ریختن رو سر من و با من واقعا از نزدیک
نزدیک صحبت میکردن، به من میگفتن دست رو بگیر بالا، علامت ویکتوری بده، نمیدونم مشت بکن، از این حرفا. منم براشون همون کارا رو میکردم. به هر حال یه چیز صحنه بسیار بسیار جالبی بود و جز افتخارات من. حتی یکی من گفت آقای دکتر شما 30 سال توی رابطه ایران امریکا و تو سیاست ایران فعال بودی، ولی این 2 ساعتی که توی وزارت کشور بودی به اندازه اون 30 سال میارزه برای همه ما که دور برت هستیم. به هر حال من خودم هم احساس کردم که یه جهشی بود برای من، یه جریان جدیدی بود که من تجربه نکرده بودم تو ایران که چه اتفاقی میفته وقتی میری تو وزارت کشور میخوای ثبت نام بکنی و این جوانهایی رو که دوربین عکاسی و فیلمبرداری و قلم و کاغذ و اینا تو دستشونه یه دفعه بهت هجوم میبرن و میخوان با تو به تو نزدیک بشن، عکس بگیرن، مصاحبه کنن، از این حرفا دیگه. فرحال این دفعه متفاوت بود و من ثبت نام کردم و یه چند روزی هم موندم ایران، برگشتم و متعاقبا توی امریکا هم بودم که خبر شد که من جز اون لیست نیستم. این هم اینجا توضیح بدم که شورای نگهبان جمهوری اسلامی کسی را رد صلاحیت نمی کنه. کاری که می کنه صلاحیت چند نفر رو تایید می کنه. یعنی اینجوری نیست که بگه آقای یه نامه بر من بنویسن شما آقا صلاحیت ندارید یا رد صلاحیت شد، یا نه من فقط هیچ کسی. بس رد صلاحیت نیست، بلکه تایید صلاحیت چند نفره که اینا فکر میکنن برای نظام اونا به هر دلیلی مطمئنتر و بهترن. حالا اون بحثشو میخواییم بعدن میکنیم که من اعتقاد دارم بسیار بسیار اشتباه است، در گذشته هم اشتباه بوده. رد صلاحیت افرادی مثل من، یعنی تعیین صلاحیت نکردن افرادی مثل من، به نفع نظام نبوده و مرتب این نظام رو به عقب برده. این حرکت شورای نگهبان که چند نفر رو تایید میکنه، اون چند نفر هم معمولا درون نظام هستن، از خودی ها هستن و در واقع آدم هایی هستن که نظام نسبت به اونا احساس آرامش میکنه یا حداقل احساس امنیت نسبت به اونا میکنه، که به نظر من بازم حرف اشتباهیه، فکر اشتباهیه. برای اینکه بازم تاریخ نشون داده که اونایی که نظام فکر میکرد برایش امنیت میارن، اقتصاد میارن، چیز جدیدی درست میکنن، کار بهتری میکنن، آبروش رو بهتر حفظ میکنن، منافعش تو دنیا بهتر حفظ میکنن، دیدیم که همش اشتباه بوده. این آقایونی که از اول انقلاب تا الان صلاحیتشون تعیین شده، دیدیم که آدمای صالحی نبودن، یعنی کارآمد نبودن، کار مهمی نکردن، آدمایی هستند که به هر حال وضع موجود رو میخوان، نظم موجود رو میخوان، دنبال تغییر نیستن. به هر حال نظام هم مثل که تا الان همین جور فکر کرده که خب تغییر بزرگی نمیخواد، میخواد که این جریان کنترل شده بره جلو. این جریان اینه. من بعد از اینکه الان بعد از اینکه صلاحیت بقیه تایید شد و مال من نشد، یادداشتی رو تهیه کردم که همین روزا میاد توی مطبوعات به عنوان شورای نگهبان، در واقع یک اعتراضیه هست از اینکه چرا باید این وضع به این شکل باشه و چرا شما نمیخواید این جامعه رو باز کنید و هنوزم خودی و غیر خودی میکنید و بیش از 80% جامعه ایران خارج از این سیاست انتخاباتی و غیر انتخاباتی هست. این در تحلیل نهایی به نفع نظام که نیست، به نفع مملکت که نیست، به نفع هیچ که نیست، نه ایران، نه خارج ایران، نه داخل کشور، بهترونه برای مردم، برای جغرافیای مردم، برای نظام خودش. به هر حال وضعیت اسفباری هستش که ما بهش میگیم وضعیت تایید صلاحیت یه عده. به هر حال وضعیتی که وجود داره و انشالله که یک روزی این وضعیت عوض بشه، که من مطمئنم یه روزی عوض میشه. به هر حال همه اونایی که فکر میکنن همه چیز همونجور میمونه، ولی یکم دیرتر خبردار میشن که نه، اینجوری نیست، که همه چیز همیشه همینجور نمیمونه و تغییر اینا رو غافلگیر میکنه. بسیار ممنونم آقای امیر احمدی. شما که مقیم
آمریکا هستید، اون نامزدی ریاست جمهوری مثل انتخابات شهر نیست که مثلا به شما بگن 6 ماه باید توی اون شهر باشی. شرایطش چیه که شما میتونید حتی از خارج هم ثبت نام کنید؟ نه، ما توی قانون اساسی جمهوری اسلامی یا در هیچ قانون دیگری این شرایط وجود نداره. بحث دیگه هم که هستش اینه که دو تا بیعتا نمیتونن ثبت نام بکنن، و این هم حرف بی سر ته و مبتذلیه، برای اینکه بازم تو قانون اساسی جمهوری اسلامی چیزی به نام دوتابعیتی وجود نداره. اصولا جمهوری اسلامی دوتابعیتی رو نمیپذیره. هوشنگ امیرمهدی که میره ایران شهروند ایرانه و غیر از این هیچ چیز رو جمهوری اسلامی قبول نداره. و همین دلیلم جمهوری اسلامی در هر انتخاباتی، در همین انتخاباتی هم که الان در جریانه خواهید دید، صندوق‌های رأی رو میفرسته بین ماها و تو شهرهای مختلف میگرده از ما رأی بگیره. اگه ما شهروند دوگانه هستیم نباید رأی بدیم، اگه ما شهروند ایران نیستیم نباید رأی بدیم. حالا میگیره. بعدش هم وقتی که ما تو ایران میریم به ما رو دستگیر میکنن و هر دلیلی میفرستن اوین و کشورهای مطبوع که شهروندی دیگر این فردو دارن، وقتی که اعتراض میکنن ایران جوابش اینه که نه، ما شهروند دوگانه نداریم، اون شهروند ایرانه. در مورد زهرا کاظمی همین جوریه، در مورد آقای سیامک نمازی که محصل خود منه و متاسفانه الان تو دمدرا ایوینه همینطوره. به هر حال بنابراین شهروند دوگانه وجود نداره. جمهوری اسلامی هم خدا رو میخواد و هم خرما رو، از یه طرف میخواد ما رأی بدیم و میخواد ما شهروندش بشیم، از یه طرف وقتی که میخوایم رأی بگیریم اون وقت شرایط جدید میذاره جلو ما که تا آقا دوگانه هست، شهروند دوگانه هست و از این حرفا که همونجور که عرض کردم مبتذله و این انسجام نداره. این فکر اصلا غلطه، چون تو جمهوری اسلامی چیزی به این اسم نداریم. و یه شرط دیگه هم نیست، این شرایط توی قانون اساسی هست و بر اساس اون شرایط که تو قانون اساسی هست بنده اعتقاد دارم بیش از همه اینا که الان صلاحیتشون تایید شد، در گذشته صلاحیتشون تایید شد، بیش از همه اینا صلاحیت دارم. هم دانشم بیشتره، مدیریتم بهتره، تعهدم به کشور و به ملتم بیشتره. من 30 سالم که تو 40 خورده سال تو این کشور بودم، ولی واقعا هم همش بعد رفت و برگشت داشتم. من تو بازسازی مناطق جنگی ایران زمانی که جنگ در حال ادامه بود شرکت کردم. من توی مناطق زلزله کار کردم تو ایران. به هر حال من هیچ وقت خارج از ایران نبودم، اگرچه گاهی فیزیکی خارج بودم، اما همیشه درگیر ایران بودم با مسائل ایران، رابطه ایران امریکا، مسائل داخل کشور. به هر حال اعتقاد دارم که تمام شرایط لازم رو من دارم، اما همون چیزی که عرض کردم متاسفانه این جریان اینجوریه که یه عده‌ای فکر میکنن که فقط خودشون خودی هن، بقیه غیر خودی هن یا نو خودی هن، و به هر حال صلاحیت ما تایید نمیشه. ما من اعتقاد دارم که باید تو این خط موند، باید فشار آورد، باید زور زد، باید انتخابات آزاد خواست و باید این انتخابات آزاد هم در عمل خواست. این انتخابات آزاد یه تئوری و یه نظریه نیست، باید رفت، باید با مردم صحبت کرد. بالاخره من که ضرر نکردم، همین الانم که صلاحیتم تایید نشد تو ایران همه دارن میگن، هر کس که منو میبینه میگن آقای دکتر ما متاسفیم که این نظام شما رو تایید نمیکنه، اما اون آدمایی رو تایید میکنه که ما میدونیم هیچی ازشون در نمیاد و وضع خودشون رو هم، وضع مملکت و وضع نظام رو هم بدتر میکنن. و این دیگه گفتم خب میدونید اینا دیگه من نمیتونم کاری جز این بکنم بهشون بگم که اشتباه دارید میکنید. مردم ایران هم دارن همین حرفا میزنن. واقعا مرتب هر از چند سال به مردم ایران یک گزینه بد و بدتر میدن که الان بدتر و بدترینه، و بعد بین اینا میگن یکی رو انتخاب کن. مدت هاست ملت ایران یک گزینه خوب از این نظام نگرفته و من خیلی متاسفم بگم اون گزینه خوب منم، ولی خب نظام یه نزدیک تصمیم میگیره و ما هم که دستمون به جای بد نیست. ما یه آدم دانشگاهی هستیم، قلم دستمونه و دهن تو بدنمون، کار دیگه نمیتونیم بکنیم. به هر حال من امیدوارم که یه روزی این دهن و قلم
بتونه کارشو بکنه، چون من اعتقاد دارم به آموزش. آقای امیر احمدی، قانون بین المللی چیه؟ نمیشه به یک دادگاه بین المللی یا به یونایتد نیشن شکایت کرد که این انتخابات چون پایه و اساسش اینجوریه پس انتخاب درستی نمیتونه باشه. ضمناً دوستان روی صفحه خودتون خیلی به شما اعتراض کردن، الان روی صفحه فیسبوک یه آقایی به نام مسعود کرمی که من نمیدونم چرا اینا توهین میکنن، به جایی که بیان صحبت کنن نظرشون رو بگن و بعضیا باور دارن شما با این کارتون به جمهوری اسلامی مشروعیت میدید، بعضیا باور دارن که اتفاقا شما با این کارتون بازم نشون میدید که اینها هنوز هم به فکر نیفتادن که روششون رو عوض کنن، ولی شما بازم مقاومت میکنید، 4 سال دیگه هم میرید ثبت نام میکنید و امیدوارید که اینها رسیده باشن. ضمناً آقای تاجزاده که یکی از اصلاح طلبان خاتمی است گفته که ما در ایران رژیم باثبات نخواهیم داشت مگر اینکه حکومت تکلیفش را با 3 چیز روشن کند: 1 با ایرانیت، 2 با اسلامیت، 3 با مدرنیته خواهی ما و تمدن غرب که جامعه ایران عمیقا خواستار آن است. نظرتون رو در این موارد بفرمایید و آیا دادگاهی هست که بشه از یک کشوری، چون ما شنیدیم مثلا آقای رضا پهلوی میخواست خامنه ای رو ببره دادگاه لاهه، بعد خود وکیلش گفت اصلا همچین چیزی ما نداریم که شما میخندی. خب ببین متاسفانه جنبش مخالف حکومت یک ذره که عقل داشته از دست داده، متاسفم اینو بگم، خوب داره فکر نمی کنه، داره به اصطلاح حرکت های خیلی ناشیانه غیر سیاسی میکنه. نه، جواب شما اینه که نه، متاسفانه هیچ قانونی بین المللی و داخلی وجود نداره که بر اساس اون یک حکومتی که انتخابات رو آزاد نمیکنه رو ببری دادگاه. تصادفا یه سری از حکومت ها تو دنیا هستن که اصلا انتخابات ندارن، که اصلا این انتخاباتی که تو ایران هست در مقایسه با اون انتخاباتی که اونا میکنن دموکراتیکه، مثل تمام اون منطقه میدونی قفقاز و آسیای مرکزی و خاورمیانه، غیر از اینکه تو کشور تو خاورمیانه مثل اسرائیل که حتی توی ترکیه شن که توی نواخر یک نوعی از دموکراسی وجود داشت، متاسفانه الان داره یک جریان دیگه شکل میگیره. متاسفانه نه، اما یک چیز هست، یک جریان، یک اصل بین‌المللی هست و اون به اصطلاح جریان به اصطلاح این اعلامیه جهانی حقوق بشر و بعد اون قرارداد بین المجالس هست بین کشورها که مجلسین کشورها با هم قرارداد بستن سر اون، و اینا در اونا انتخابات آزاد و منصفانه تأکید و تایید شده و من اعتقاد دارم ضمن این که نمیشه اینا رو دادگاه برد یا هر کشور دیگه ای رو، میشه در سطح جهانی اینا رو تحت فشار هرچی بیشتری قرار داد که انتخابات رو آزاد بکنن، به شرط این که البته این کشور ها من جمله امریکا یا اروپا میدونید به اصطلاح استاندارد دوگانه نداشته باشن، یعنی بیان سر ایران داده فریاد را بندازن ولی سر عربستان سعودی خفه باشن. متاسفانه این جریان اینجوری بوده، یعنی این استاندارد دوگانه همیشه وجود داشته. به هر حال جواب شما نه هست، نمیشه برای اینا شکایت کرد. من فکر میکنم بهترین راش و تنها راش هم باز هم فشارهای مردمی به بین‌المللی برای انتخابات آزاد هست، و اما این کار فقط وقتی میتونه انجام بگیره که اونایی که انتخابات آزاد میخوان در صحنه باشن. یعنی انتخابات آزاد یه تئوری و یک نظریه نیست که آقای توی فیسبوک بشینه به امیر احمدی پشت بده توهین بکنه که رابطه داره حکومت اسلامی رو زنده میکنه نگه میداره، مثل اینکه اگه بنده نمیرفتم میدونید جریان فرق میکرد، اگه بنده اینقدر مهمم که رفتن من و ثبت نام کردن من باعث زنده موندن حکومت میشه باید اون بر قضیه رو هم نگاه بکنن، این به اونی که بنده همونقدر بازم میتونم مهم باشم که این حکومت رو مجبور کنم یه حرکت دیگه ای بکنه. به هر حال اینا فقط یک طرف دیوان رو میبینن، اون طرفش هم خالیه، طرف پر لیوان رو هیچ وقت نمیبینن. نگه فرهنگ سیاسی ایرانه، یا سیاست یا سفید و معمولا هم سیاه رو ما میبینیم. و اما این که
که آقای تایزاده این حرفا رو زده حرفای خوبیه. من همیشه اعتقاد داشتم که جمهوری اسلامی شامل اصلاح طلبا، نه اسلامی هن، نه انقلابی هن، نه ایرانی هن. خود آقای تایزاده هم به نظر من مطمئنم که میدونی هیچ کدوم از اینا نیست. حالا یواش یواش درون اینا یه عده‌ای دارن ایرانی میشن و اما هنوزم اون ملیگرایی ایرانی رو نمیپذیرن. به همین دلیلم شما توی تهران یک دونه کوچه هم به اسم آقای مصدق نیست. 8 سال آقای خاتمی رئیس جمهور دولت اصلاحات بود، 8 سال آقای تایزاده معاون سیاسی وزارت کشور بود و 8 سال هم قوه مجریه و هم قوه مقننه دست این آقایون بود، ولی آخرش هم مملکت رفت دست آقای احمدی نژاد. اینا تو این 8 سال مثلا نمیتونستن یه کوچه به اسم آقای مصدق بذارن، نمیتونستن بحث ملتگرایی رو، ملیگرایی رو، کشورگرایی رو، ایرانگرایی رو زنده و بزرگ کنن. نه، اینا آمدن از بحث جامعه مدنی رو که من بنیانگذارش بودم منظر فکری، اووردن این رو برداشتن ازش مدینه النبی ساختن. و به جای جامعه مدنی آقایون اومدن گفتن این همون بحث مدینه النبیه و بعد اومدن توجیه کردن که مدینه النبی چیه با غیره با اینا. متاسفانه در ایران دست اصولگراها، تندروها و هر کدوم که اسمش بذاری و اصلاح طلبا در یک هاست، در یک کاسه است. اینا متاسفانه باید بگم در تحلیل نهایی تغییری با هم، چیزی با هم ندارن، اختلاف خاصی ندارن. شما تو همین انتخابات نگاه کنید، همین انتخاباتی که الان هستش، ببینید 6 نفر تایید صلاحیت شدن، 3 نفرش این ورن، 3 نفرش اون ورن. ببینید 3 نفر طرف اصولگراها و تندروهاست، 3 نفر هم طرف اصلاح طلبا و ایناست. این مملکت رو بین خودشون تقسیم کردن. من اعتقاد دارم، اعتقاد دارم، همینجا هم میگم که این آقایون با هم نشستن، یعنی اصولگراها و اصلاح طلبا با هم نشستن سر این لیست توافق کردن. این نیست که شورای نگهبان اینا رو سورپرایز کرده، اینا رو غافلگیر کرده، همچین چیزی نیست. مثلا خیلی ساده است، این وقت آقای روحانی و معاونشه به اضافه یه نفر دیگه به نام هاشمی طبا که هیچ کار است. این ورم بازم دقیقا یکی آقای رئیسی و غالیباف با یه نفر دیگه آقای میرسریب. نه، این ور قراره که یکی رئیس جمهور باشه یکی معاونش، اون ورم یکی رئیس جمهوره یکی معاونش، یه نفر هم اون بغل گذاشتن که بقیه رو بخوابونم. آقای میرسلیم گذاشتن اونجا که مؤتلفه و بازار رو داشته باشن، آقای رئیسی روحانیته، آقای قالیباف هم به اصطلاح تکنوکرات مذهبیشه و سپاهی. این برم آقای روحانی بازم روحانیتشونه، به اضافه آقای جهانگیری مثلا تکنوکرات و ایناش، بعد همون آقای هاشمی طبا هم مال اصلاح طلباست به اصطلاح. ببین قشنگ مدیریت شده، قشنگ مهندسی شده. حالا کدوم یکی ببره برای نظام هیچ فرقی نمیکنه به نظر من. با هم دعوا هم میکنن، پوشو بعد میرن با هم دیگه میدن، انتقاد هم میکنن، بالاخره یکی برنده میشه، اون دیگه میرن بازم نقدشون رو ادامه میدن، ولی با اینا کار میکنن و متاسفانه بعد دیگه با هم هم میخورن. شما الان تو ایران دیگه چیزی به عنوان این که خب من نمیخورم تو فقط میخوری که نداریم، که همه دارن میخورن، بالاخره یه جوری یه دم دارن اصلا نمیخورن، اونم بدبخت بیچارهای ملتن. و همین دلیل که جریان اینجوریه. بنابراین آقای تایزاده حرفش خوبه، من بهش احترام زیادی میذارم، آدم درستی بوده همیشه، اما متاسفانه ایشون حاضر نیست با به همراه گروه خودش بیاد یه حرف جدیتر و اساسیتر و مهمتری بزنه، بلنی که این کشور فقط بین اصلاح طلب و اصولگرا نباید تقسیم بشه، که 80% جامعه مثل امیر احمدی و دیگران نباید به عنوان غیر خودی خارج خط قرار بگیرن. من اصلا یک دفعه حتی ندیدم که این آقایون اصلاح طلب برای رد صلاحیت یه نفر جز خودشون اعتراض کرده باشن. امیر احمدی رد صلاحیت شد به جهنم، احمد نژاد رد صلاحیت شد به جهنم. خب ما که نشدیم که، با 4-3 نفر داریم. خب بنابراین کار میکنیم. اینه که من خودم اعتقادی به این جریان رو ندارم، اصلاح طلب و اصولگرا، و خودم یک خط مستقل دارم
یا آدم سکولار هستم، یا آدم ملی هستم، یا آدم وطن پرستی هستم، آدم سوشال دموکراتی هستم، برای من عدالت خیلی مهمه و من هم دارم یه بازی میکنم اینجا تا جایی که بتونم این بازی رو ادامه میدم. من همیشه میگم تا وقتی که آدم زنده است باید کار کنه، فعالیت کنه دیگه. میگن اگه امریکایی یه ذره مسئله دارن، میگن اگه هیچ کاری نکنی مطمئنا موفق نمیشی، اما اگه یه کاری بکنی ممکنه موفق بشی. ببین هر عملی از بیعملی بهتره، هر عملی از بیعملی بهتره. بسیار عالی. متاسفانه یاد گرفتیم بیعمل باشیم توی ایران. متاسفانه این فرهنگ بیعملی باعث شده که حکومت هر کاری رو بخواد بکنه، هر کاری رو بخواد بکنه، برای که مردم اصلا از کنارش میگذارن به عنوان بیعمل. بسیار ممنون. یکی از دوستان به نام آقای محمد صادق صدوقی، درست برعکس شما که میگید توی قانون اساسی اسمی از دو تابعیت ها برده نشده، ایشون توی فیسبوک نوشتن که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارا بودن دو ملیتی شغل های کلیدی مثل وزارت و ریاست جمهوری در ایران ممنوع است. با این شرایط چرا ایشنان ثبت نام کردن؟ خب برای که شما میگید اطلاعاتش غلطه. شما قانون اساسی که اونجا هست، شما همین الان هم آقای صبحی میتونی برداری بخونی. بله. چیزی به عنوان دو ملیتی یا دو تابعیتی، اولا دو ملیتی نیست، دو تابعیتیه، برای که ما تو ایران چند ملیتی هستیم. کرد داریم، آذری داریم، فارس داریم، ترکمن داریم، عرب داریم، ما چند ملیتی هستیم، بحث دو ملیتی اصلا نیست. و اما تابعیت نه ملیت، ایشون اشتباه میکنه، ایشون قانون اساسی رو نخونده، یا اگرم خونده اشتباه خونده. چیزی به نام دو تابعیتی تو قانون اساسی وجود نداره. اما این حکومتی ها بعد از اینکه یه عده از خودشون دزدی های بزرگی کردن و فرار کردن از کشور، اینا اومدن یک سرصدای توی مجلس را انداختن، به اصطلاح یک قانونی رو گذروندن که البته هنوزم تصویب نشده، هنوزم اجرا نشده. اینه که آقا توی ایران میدونید کسی نمیتونه وزیر یا سطح بالای حکومتی داشته باشه اگر دو تا تابعیت داشته باشه، یا گرین کارت داشته باشه، یعنی کارت سبز داشته باشه. اصلا هیچ ربطی به رئیس جمهوری نداره، اصلا به طور کلی ربطی به رئیس جمهوری نداره. بنابراین این بحثی که این آقا میکنه علیه خودش داره بحث میکنه. اصلا هیچ، یعنی ما متاسفانه به خاطر اینکه نمیخونیم و نمیفهمیم، میدونید حرفایی هم که میزنیم بر علیه خودمونه. این آقا اومده میگه نه خیر، تو قانون اساسی دو تابعیتی هست. من نمیدونم این آدم کجا زندگی میکنه، انشالله که دو تابعیتی خودش نیست، من اینکه علیه خودش داره حرف میزنه. برحال نکته من اینه که نه، من به تو قول میدم قانون اساسی اونجا هست، الان بردارید بخونید میبینید که اصلا کلمه دو تابعیتی تو تمام این قانون اساسی وجود نداره، اصلا وجود نداره. شما شرایطه چیزو بخونید، شرایط قانون. بسیار ممنون. بله من ازشون خواهش میکنم اگر چیزی هست توی قانون اساسی اون رو برای ما بفرستن. یکی دیگه از دوستان نوشته که بعد از 30 سال زندگی در خارج از کشور، آن هم به عنوان اپوزون، ثبت نام برای ریاست جمهوری نهایت ساده اندیشی نیست. گیریم دوست ما به ریاست جمهوری این حکومت انتخاب میشدن، آیا میتوانستن برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی کاری بکنن؟ من که فکر نمی‌کنم شما می‌خواستید برخلافش کاری کنید. شما حتی اگه می‌خواستین چیزی رو هم تغییر بدید، طبق قانون اساسی تغییر می‌دادید. ضمناً ایشون نوشته که دوست عزیز ما علی‌رغم سن و سالش مثل یک آدم جوان، ماجراجو و ساده‌نگر رفتار کرده و با امیدی واهی به امید رسیدن به این پست کلیدی دل به دریا زده و گلمند هم هستند. البته مقدار طولانی شما تا همین قسمتش رو بگید. یکی دیگه از دوستان هم به نام ناظم رفیعی میگن که این فرد، منظور شماست، با ارتباطش با رژیم جنایتکار ایران مشروعیت به آنها میدهد. از این مرد بپرسید آیا این حکومت و جنایتهای گذشته و حال را محکوم میکنند؟ ببینید بیش از 70% مردم ایران در هر انتخاباتی که جمهوری اسلامی کرده شرکت میکنند. 70% یه رقم خیلی بالاییه، تو تمام کشورهای دنیا مقایسه هم بکنین خیلی، از امریکا هم خیلی بالاتره. تمام اینا شریک جرم جمهوری اسلامی هستند، دستشون به خون این به خون آغشته است به خاطر اینکه تو این انتخابات حکومت شرکت میکنن. 160,600 نفر تو همین انتخابات ثبت نام کرده بودن. توی انتخابات شورای شهر همین حکومت
230,000 نفر از ایرانیا ثبت نام کردند که از اونا 130,000 نفر صلاحیتشون تایید شد. تمام این مردم میدونی خونخارن، خونشون با آوش جدتی رو با شریف جرم جمهوری اسلامی یا نه. ببین این حرفا حرفای ساده انگاره انگارانه است که یه عده‌ای در خارج کشور نمیدونم تو کجا نشستن و به قول خودمون بلغور میکنن. این کارساز نیست. اینکه امیر احمدی ماجرا جور میدونم فلان بنده فنوالی شربت ایرانی حق دارم هر جور که بخوام تصمیم بگیرم به این به هیچ که مربوط نیست. نمیخواد از من حمایت کنه نکنه، میخواد نقد بکنه بکنه، ولی برای من کسب تکلیف نکنه. این در اشد غیر دموکراسیه که بگن امیر احمدی چه کار بکنه یا نکنه. بنده دارم حقوق خودم رو عمل میکنم، من حق شهروندی ما دارم اجرا میکنم. بلا و بعد من دارم تمنان آقای صبحی میدونید من اصلا روزی که وارد رابطه ایران امریکا شدم 30 سال پیش میدونید جز 5% مردم ایران و همه من بعد بیران میگفتن. یکی میگفت این مزدور کاخ نمیدونم امریکایی هستی که بودن جاسوسه، یکی میگفتن نمیدونم این پول از شرکت های نفتی پول میگیره، همینجور مزخرف. تا بعد از 30 سال امروز من با افتخار بگم 90% مردم ایران دنبال حرف منن که 30 سال پیش وقتی که شروع کردم 5% هم نداشتم. ببینید این تاریخه. همین آقایون هم 30 سال پیش میگفتن آقا این داره وقت خودش میگیره بی خود فلانه، ولی من میگن آدمای بزرگ اونایی نیستن که مسائل رو حل میکنن، بلکه مسائل رو نگه میدارن تا حل بشه. یعنی یه کاری که من دارم میکنم و در رابطه با امریکا هم کردم اینه که این مشکل رو که به نظر من یه سرطان بوده میشه و هست، اینو زنده نگه داشتم که مردم بالاخره یواش یواش به فکرش بیفتن و یه روزی هم حل میشه. مسئله انتخابات آزاد هم همین طوریه. ما این جریان رو انقدر زنده نگه میداریم که یه روزی حل بشه. با بیعملی هیچ کاری نمیشه کرد، با منفی بافی هیچ کاری نمیشه کرد، با توهین هیچ کاری نمیشه کرد میدونید، و با خارج از نشینی هیچ کاری نمیشه کرد. این که بنده قابلیت دارم اون کشور رو بگردونم یا نه، بنده به طول میدم از اونایی که تو ایران رئیس جمهور میشن و یا میخوان بشن وزیر میشن یا میخوان بشن 100% قابلیت ها بیشتره. قابلیت علمی بیشتره، تجربه بیشتره، وطن پرستیم بیشتره، برنامه ریز اقتصادی هستم، من دکترای توسعه دارم، من 32 سال دارم درس میدم این مسئله با دارم عمل میکنم، تو جبهه بودم، تو همه جا بودم. من نمیدونم این آقایون دنبال چی هستن. اینا کسانی هستن که این وضعیت جمهوری اسلامی رو توجیه میکنن. اینا به من میگن من دارم توجیه میکنم، ولی واقعیتی که خوب نگاه کنی اینا که به من نقد میکنن نقد میذارن اینا خودشون توجیه کردن. دارم به شما میگن آقا برید ولش کنید نرید اونجا، میدونید هیچ کاری نکنید، خود حکومتیا خوبن، خودشون امیر احمدی ها مدیر نیستن، امیر احمدی ها بلد نیستن، خارج کشورن، در داخل کشور بذار باشن همینا. متاسفانه میدونید یک فرهنگ بسیار بسیار مبتذلیه که نتیجهش هم همین شده که هست. میگن ملت هر ملتی همون حکومتی رو داره که لایقش هست. این آقایونی که این حرفا رو میزنن لایق همین جریان هستن متاسفانه. بله اجازه بدید برعکس، چون شما میگفتید که به شما میگن نرو ثبت نام کن، بعضی وقتا میبینیم که بعضیا مثلا اگر یه نفر ایراد گرفت از حکومت پادشاهی بهش میگن خب پس چرا مثلا تو سوئد هستی، بلند شو برو روسیه. یه دوستی اینجا نوشته که شما چرا اینجا هستی، بلند شو برو ایران زندگی کن، اونجا فعالیت سیاسی کن. ولی شما دوست داشتم راجع به قانون اساسی، فرض کنیم شما قبول بشید به عنوان رئیس جمهور، چیزی رو تو قانون اساسی میخواین عوض کنید یا فقط میخواستید قانون اساسی رو اجرا کنید؟ اگر من یک روزی رئیس جمهور ایران شدم مطمئن باشید که قانون اساسی هم اکنون عوض شده. یعنی یه درک غلطی که این دوستان دارن، درک واقعا بچگانه است، احمقانه است. اونی که اینا واقعا فکر کنن من رئیس جمهور این حکومت میشم، منم میفهمم دارم چه کار میکنم. اینایی که فکر میکنن امیر احمدی رفته میخواد رئیس جمهور بشه نادانن، رخ راست بگم نادانن، اصلا نمیفهمن که بابا امیر احمدی با اون شکل و شمایلش رئیس جمهور این حکومت نمیشه. اگر روزی بشه جریان تو ایران عوض شده،
ببین اینو نمیفهمن اینا، فکر کنن بله اون امیرحمدی میره ثبت نام میکنه رئیس جمهور بشه بعدم نمیتونن مملکتو بگردونه. ای کاش مشکل به این سادگی بود، ای کاش بنده رئیس جمهور بشدم و نمیتونستم مملکتو بگردونم. ولی این دوست عزیزمون، اون دوستان دیگه‌مون اصلا از اولش فکر غلط دارن به اینه که آقا این امیرحمدی میخواد بره رئیس جمهور بشه، خب نمیذارن که بشه، این هم رئیس جمهور بشه نمیتونه کشور رو اداره کنه. میگم بابا اصلا فکر من اینا نیست، من میرم اونجا دارم یه بازی میکنم. ببین دموکراسی قبل از این که نتیجه باشه پروسه است. ما تو ایران متاسفانه فرهنگ پروسه، فرهنگ روند نداریم، فرهنگ نتیجه داریم، یا میشه یا نمیشه، اگه شد شد، نشد هیچ. یعنی این که مثلا این طرف من دیدم دوستان من 40 خورده 50 سال تو امریکا زندگی میکنن هنوزم معنای نتیجه و روند و پروسه رو نگرفتن. تو این کشور طرف دو تا حزب میان 16 نفر از جمهوری خواها و چندین نفر از اون بر یک سال و نیم با هم مبارزه میکنن، میلیون ها دلار خرج میکنن، یه نفر از این بر میاد بالا، یه نفر از اون بر، بچه‌م یه نفر رئیس جمهور میشه. خب ببینید اینو بهش میگم پروسه، اینو بهش میگم روند. اصلا دموکراسی اینه. دموکراسی این نیست که آقای ترامپ رئیس جمهور شده. دموکراسی این جریانی رو که هست که از یه آدمی که اصلا الفبای سیاست رو نمیدونست رئیس جمهور میشه. چرا؟ برای اینکه اون روند این کار رو انجام میده. متاسفانه ما تو ایرونیا میدونید اصلا هیچ درکی از این نداریم. هر کس به من میرسه آقا تو که رد صلاحیت میشی، پس به درد چی میخوره؟ بابا مرد حسابی، خانم حسابی، فقط این نیست که من رد صلاحیت میشم یا نمیشم، از الان که خودم کاندید میکنم تا اون موقع که رد صلاحیت میشم یک دنیا حرف زده میشه. این نیست که من همینجوری بگم. معذرت میخوام من اینو جواب بدم. الو، عرض کنم که این نیست که من رد صلاحیت میشم مثلا. نه خیر، بنده از وقتی که وارد این میدون شدم تا وقتی که رد صلاحیت میشم، تا وقتی که انتخابات تموم میشه، من یک دنیا حرف میزنم، من یک دنیا مینویسم، من هزارها نفر آدم رو میبینم، من دهها برنامه میذارم رو میز، من مردم رو، من حداقل میلیونها نفر من گوش میدن، آقای سوربی میاد با من مصاحبه میکنه، آقای فلانی میاد صحبت میکنه با من، اینا رو نمیفهمن اصلا. انگار نه انگار هیچ این وسط اتفاق مهم نیست، فقط چیزی که مهمه اینه که امیرحمدی رد صلاحیت شد، آقا امیرحمدی رئیس جمهور نشد. میخوام بگم که ما باید واقعا فرهنگ سیاسیمون رو درست کنیم، فرهنگ پروسه و روند یاد بگیریم. تا روند به پروسه نباشه به هیچ جا نمیرسیم. اگر نه خب تو این کشور خود آقای هاشمی رفسنجانی هم رد صلاحیت میشه، آقای احمدی نژاد هم هر دوشون رئیس جمهورهای این حکومت بودن رد صلاحیت میشه. خب این که دلیل نمیشه که، بنابراین این بس که معذرت میخوام من این نمیدونم چیه. الو الو آقای میرحمدی، میبینم که شما گرفتار هستید. اجازه بدید من یه سوالی از شما بکنم. اولا تشکر کنم از خانم ماندی امانزاده که روی فیسبوک به دیگران گفتن لطفاً توهین نکنید، اگر پرسشی دارید یا نظری دارید منظور کنید. دوستان همینجور دارن روی فیسبوک مینویسن، از شما خواهش میکنم بعداً اگر وقت کردید روی فیسبوک ما به این دوستان پاسخ بدید. ولی شما به یه نکته خیلی مهمی اشاره کردین و اون رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی بود و این بار آقای احمدی نژاد. آخرین پرسش من از شما اینه که آیا 4 سال دیگه هم باز ثبت نام میکنید شما؟ بنده تا وقتی که زنده ام با سنم اجازه میده ثبت نام میکنم، چرا که نکنم بابا. حق من فکر کنم هر ایرانی باید این کارو بکنه، چرا نکنم؟ بشینم تو خونه چه نتیجه‌ای میگیرم، چی استفاده میکنم؟ بنده میدونستم اگه ثبت نام نمیکنم مردم ایران رأی نمیدن، ثبت نام نمیکردم. من پارسال ثبت نام کردم، صلاحیت اصلا نذاشتن من با تو صحنه برم، بازم 70% مردم رفتن ثبت نام کردن. همین آقایونی که به من ایراد میکنن همشون تقریبا کم یا زیاد از طرفدارای اصلاح طلبا و آقای خاتمی هن. انگار که آقای خاتمی و آقای ظریف و آقای روحانی گوش میدید از آسمون افتادن، در حالی که این آدمای خودش تا امید احمدی حداقل کاری تو حکومت نبوده، حتی هیچ کاری بودم اصلا به طور کلی تو این حکومت یک روزم کار نکردم، یک ساعت، یک
دقیقه هم کار نکردن برای حکومت. به من ایراد میکنن، ولی به آقایونی که توی حکومت کار میکنن، وزیرشونن، رئیس جمهورشون بودن، وکیلشون بودن، برای اینا دست میزنن، به اینا افتخار میکنن. ببین میخوام بگم که چقدر این نوع برخوردا سطحیه. من توی ایران دیدم هستن کسانی بلد. که میگن آقای دکتر تو چرا ثبت نام میکنی؟ میگم تو باشه، تو کی اینجا دوست داری کی رئیس جمهور بشه؟ آقای کاش آقای خاتمی بشه دوباره. آقا مدنسوی من که از خاتمی بهترم. یا دنبال آقای میرحسین موسوی و کروبی هستن. آقای امیرعبد، شما یه نکته ای رو گفتید شما 30 سال پیش که این اقدام کردید خیلی ها بر علیه شما بودن، الان اونها برگشتن و فکر میکنن که کارهایی که شما کردید و به دنبال بحث و گفتگو بودید بین دو کشور کارسازتر بوده تا شعارهای تو خالی. از جمله من 2 هفته پیش با آقای مهرداد خانساری دیپلمات زمان شاه صحبت کردم و ایشون گفتن که کلن عوض شده نظرشون و ایشون حتی دعوت کرد مردم ایران در رای گیری شرکت کنند. و شما الان خیلی قشنگ توضیح دادید که شما بگید، دیگران بگن یا نگن، مردم شرکت میکنن. ضمناً شما نظرتون درباره افرادی مثل آقای میرحسین موسوی یا آقای کروبی چیه؟ چرا دولت هیچ جوابی درباره وضعیت اینها نمیگه؟ چجوری اینها یه سری افراد خودی رو الان چند سال توی بازداشت به اصطلاح خانگی نگه داشته؟ خب ببین، نه با نظام یه مشکل پیدا کردن، مشکلشون مشکل نظامه، مشکل ساده ای هم نیست، برای اینکه نظام فکرش اینه که اینها میخواستن براندازی کنن ولی نتونستن. حرف آخرینه، به اینا اعتقاد دارن که این دو نفر به نظام صدمه جبران ناپذیر زدن. نظر خود من این نیست البته، من نظرم اینه که با اینا حتی اگر اشتباهی هم کرده باشن، اینا مثل مستحق این همه مدت توی این جریان هاوس ارست، بازداشت خونگی نیستن. من اعتقاد دارم اینا باید آزاد بشن. من خودم در همون انتخاباتی که به هم ریخت طرفدار آقای کروبی بودم، حتی روز قبل از انتخاباتم تو خونش بودم، ولی طرفدار احمدنژاد نبودم. یعنی این تاریخی که اکثرا همه میدونن، خود آقای کروبی هم یکی شاهد خود من، خود آقای کروبیه، بچه‌هاش هستن، پسراش هستن. من طرفدار آقای کروبی بودم، الانم من آقای کروبی رو همیشه دوست داشتم، آدم درستیه، آدم خوبیه. من زیاد با آقای موسوی زیاد میونه هیچ وقت خوبی نداشتم، ولی به هر حال اونم آدم خوبیه، هیچ ضرری ازش ندیدم، مسئله باش ندارم و اعتقاد دارم که هم خودش هم خانم رهنورد هم آقای کروبی باید آزاد بشن. ولی خب متاسفانه این جریان با جریان نظام گره خورده و نه آقای روحانی حریف بشه، نه آقای خاتمی، نه هیچ کسی دیگه. از طرف دیگه هیچ کدوم از اینا هم متاسفانه حاضر نیستن هزینه بدن برای این کار، یعنی بیان و واقعا پاشونو توی کفش بکنن، بگن که باید اینا آزاد بشن. ما همچی آدمی رو تو ایران متاسفانه تو جناح اصلاح طلبا هم نداریم. ولی به هر حال من براشون خیلی متاسفم. اعتقاد دارم که این آدمایی نیستن که اینا شایسته زندان شدن و یا توی خونه باشن و اینا باشن، و باید اینا رو آزاد کرد و انشالله که یه روزی آزاد میشه. من اعتقاد دارم که باید بشه. بسیار ممنون. شما معمولا سفرهایی به واشنگتن میکردید؟ اگه باز هم از این طرف آمدین خوشحال میشم که اینجا باشید با ما، تا دوستان امکان تماس مستقیم تلفنی هم داشته باشن. برنامه‌ای دارید برای سفر به واشنگتن یا نه؟ والا برنامه که دارم، من فکر میکنم دوم سوم یا سوم چهارم، دقیقا نمیدونم، بین دوم تا چهار می یه سری میام واشنگتن، قراره بیام. بعدم یه هفته بعدش هم قراره برگردم ایران دوباره و ببینم که تو انتخابات داره چه اتفاق میفته. یعنی بعضی که بنده رد صلاحیت شدم و از ایران تموم نشده، یعنی بازم باید فعال بود، باید دید چیکار باید کرد. این ملت نیاز دارم به اینا کمک بشه، کمک فکری بشه، کمک عملی بشه، و با شعار و فوش و بدویرا هم هیچ چیزی حل نمیشه. امیدوارم که یه اتفاق خوبی بیفته، اگرچه من اعتقاد دارم تو این انتخاباتم با این افرادی که صلاحیتشون تعیین شده
اتفاق مهمی نمیفته. بسیار ممنونم. شایعه های تغییر نیست. شایعه شده که آقای رئیسی به نفع آقای قالیباف میخوان کنار برن. شما چیزی شنیدید در این باره؟ والا از این شایعات زیاده. دو سه روز پیش شایعه شده بود که آقای رئیسی به نفع آقای میرسلیم کنار میره، حالا میگن به نفع آقای قالیباف کنار میره. این شایعات رو اصلاح طلبا را میندازن که مثلا بگن که جناح راست یکم چیز غیر سازمان یافته است و به هم ریخته است و معلوم نیست کی به کیه و از این حرفا. من نه، من اعتقاد دارم که همچین چیزی فعلا نیست. من اعتقاد دارم که آقای میرسلیم و آقای رئیسی و آقای قالیباف تا حداقل دو هفته آینده میمونن، بعد از اون میشینن ببینن که کی بیشتر مقبولیت مردمی داره و بعد درون جبهه، جبهه مردمی انقلاب اسلامی که اینا رو آورده وسط، به تصمیم گرفته میشه بر اساس آمار و ارقامی که میاد بیرون، ببینه که کدوم یکی باید در مقابل آقای روحانی قرار بگیره. طرف تصادفاً طرف آقای روحانی جریان خیلی چیزتره، خیلی چی بهش میگن ساختگی‌تره. یعنی شما نگاه کنید از تو تاریخ دنیا فکر میکنم یه اولین باره که معاون حال رئیس جمهور در مقابل رئیس جمهور کشور، میدونید که همشون دکتاشون توی آفیس نشستن، توی اتاق نشستن، کاندید میشه. این اصلا یا باید هم فکر میکنه که آقای جهانگیری واقعا صادقانه فکر میکنه آقای روحانی به درد نمیخوره، یا اینکه داره کلک میزنه، که در هر دو حالت این حرکت احمقانه است و توهین به نظر من به هوش و شعور مردمه. بله، معمولا بعد از دوره رئیس جمهور معاونش میاد توی انتخابات شرکت میکنه. آقای امیرعمدی، من هی میگم آخر رئیس جمهور کاندیده، معاونش هم کاندیده. خب ببین، این همون حرفایی که من دارم میزنم، این همون داستانی که گفتم اصول اصلاح طلبا متاسفانه میدونی به یک جایی رسیدن که بازیشون دیگه یعنی یه توهین به شعور مردمه. مردم رو به بازی گرفتن اصلاح طلب. حالا جناح اصولگرار که ما باشون یه بحث دیگه ای داریم، ما انتظار زیادی ممکنه نداشته باشیم از اینا، اما با اصلاح طلب ها حتی از اصولگراها هم بیشتر توی این لجن مهندسی انتخابات افتادن. یعنی اصلا برای اصلاح طلب ها جز مهندسی انتخابات هیچ چیزی وجود نداره و مردم یه عده خیلی عذر میخوام گله هستن که باید مهندسی کرد و از اینا رأی گرفت. من شرم‌آور واقعا این حرکات و این حرفی که میزنم منو ناراحت میکنه و من متاسفم این حرفو میزنم و واقعا عذرخواهی میکنم از ملت ایران، ولی متاسفانه میخوام بگم که این اصلاح طلبا اینجوری با مردم فکر میکنن. بله، اجازه بدید منم اینجا ابراز تاسف کنم. بعضی از دوستان مثلا راجع به انگشتر شما میپرسن، از من میپرسن از ایشون بپرس نماز میخونه یا نه، و جالبه که این انگشتر دوستان... نه نه نه، اجازه بدید، اصلا لازم نیست آقای امیرعمدی، اصلا لازم نیست جواب بدید. این مادرم 35 سال پیش به من داد. آقای امیرعمدی اجازه بدید بگم اصلا این بحث که ببین همین دیگه بچه بازیه. آقای امیرعمدی اجازه بدید اینا اصلا اون کسی که میپرسه حتما خودش نماز خونه، اصلا بخونن نخونن مهم نیست برای هیچ کس، ولی این آدم شالاتان دیگه. این اجازه بدید آقای امیرعمدی، ما باید با این آدما تعارف نکنیم. ببین اگه میخوایم کشور بسازیم، اگه میخوایم فرهنگ سیاسی بسازیم، باید این نو شالاتانا رو کوبید، باید اینا رو رسوا کرد. اجازه بدید آقای احمدی نژاد، جریان بیرون آقای امیرعمدی، شالاتانه میگه آقا انگشترش نمیدونم نماز میخونه. اجازه بدید بحث خودمون رو دنبال کنیم. حتما 40 سال توی این کشور بوده، حتما هم 40 سال توی این کشور زندگی کرده، بهت قول میدم 40 سال توی این کشور زندگی کرده، ولی بنزی یک گاو شعور نداره. خب ببخشید دیگه، وقتی اونها بی احترامی میکنن شما هم حق دارید بی احترامی میکنید. اجازه بدید، چون شما در اول صحبتاتون گفتید توی مرحله قبلی شما به زبان انگلیسی تو کشورهای مختلف فعالیت کردید و حالا میبینیم که آقای میرسلیم توی تبلیغاتشون به زبان فرانسوی صحبت میکنن. بعضی ها سوال میکنن مگه مردم فرانسه میخوان به ایشون رأی بدن؟ شما که این کار رو انجام دادید، فکر میکنید که چرا آقای میرسلیم به زبان فرانسه میاد تبلیغاتش انجام میده؟ ببین اولا خب نه، من تو جای مختلف که میرفتم بستگی به جمعیت داشت. بعضی موقع جمعیت هم ایرانی بود و فارسی هم میزدم، بعضی موقع جمعیت هم مخلوط بود، انگلیسی میگفتم از این حرفا. ولی آقای میرسلیم تو
توی مصاحبه مطبوعاتی این حرف رو زده، یعنی توی سخنرانی انتخاباتی این کار رو انجام نداده. من یه عده مثل اینکه یه عده چیز بودن به اصطلاح خارجی بودن توی جمعیتی که داشت با اینا صحبت میکرد و چون انگلیسی بلد نیست سعی کرد فرانسه حرف بزنه که حداقل یه عده بفهمن. من اینو ایرادی بهش ندارم، ولی یا هم خب شاید هم بهتر این بود که یک مترجم داشت که بعد فارسی حرف میداد، مترجمم به انگلیسی یا به فرانسه ترجمه میکرد. من اینو ترجیح میدادم، ولی خب به هر حال انسانیه که اومده این کارم کرده. من همین هیچ وقت اعتقاد نداشتم که مؤتلفه یا ملیگرا هستن. اگر آقای مصدق بود این کارو نمیکرد، میدونی امیر احمدی بود تو ایران این کارو نمیکرد. خارج از کشور فرق میکنه، من تو داخل ایران امکان ندارم همچی کاری بکنم، یعنی بیام با انگلیسی با مردم صحبت بکنم یا با فرانسه، یا فرق نمیکنه. به هر حال میدونید اینا بس برمیگرده به اینکه طرف چقدر ملیگرا هست یا نیست و چقدر براش فارسی ایران اینا ارزش داره. متاسفانه برای نیروهای اسلامی ما ایران و ملیگرایی و اون گربه اهمیت چندانی نداشته و نداره. بسیار ممنونم از شما. لطف کنید اگر واشنگتن اومدید حتما به من از غرب خبر بدید تا هم ببینیمتون هم در برنامه باشید. عرض کنم که من قبل از اینکه خداحافظی کنی باید از همه اونایی که یه ذره تند حرف زدم یا خدا نکرده توهین کردم عذرخواهی بکنم. ببین گاهی آدم از کوره در میره و واقعا من تعصب میخورم که چرا ما باید تا این سطح خودمون رو بیاریم پایین. شامل خود منم میشه متاسفانه، یعنی خود منم از خودم این گله رو دارم که گاهی میدونید مثل نارنجک میشم، از کوره در میرم و منفجر میشم. به هر حال امیدوارم که ما یه ذره بیشتر منطقی تر و دوستانه تر با هم حرف بزنیم. من اصولا هیچ وقت شروع نکردم، پاسخ میدم ولی شروع نمیکنم. امکان نداره من بیام اینجا قبل از اینکه یکی به من توهین بکنه بهش توهین بکنم. خب بعضی موقع دیگه تو به توهین که میکنن تو نمیدونی باید چه کار کنی، چون از این بعضی ها دیگه نمیشه با اینا حرف حساب زد. تو ایران هم اینجوری ها ادهی هستن. سعی میکنیم که بیشتر تمرین کنیم تا این مشکل برطرف بشه. از شما بسیار ممنونم، به امید روزهای بهتر. مرسی که با ما بودی، ممنون از شما. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز با آقای پروفسور هوشنگ امیر احمدی بودیم. اگر صحبتی سوالی دارید فیسبوک ایشون رو نشون دادم، میتونید اونجا بپرسید ازشون یا پرسشاتون رو به تلویزیون مردم بفرستید. با ایشون در آینده نزدیک باز صحبت خواهیم کرد. برنامه رو پی میگیریم و ما هم امیدواریم که این تمرین دموکراسی رو بتونیم بهتر انجام بدیم. خود منم عصبانی میشم، همین دوستمون بابو هم عصبانی میشه، همون دوستمون آقای کرمی هم عصبانی میشه. و این عصبانیت رو اگه یک کسی بیاد به ما یاد بده چجوری باید تمرین کنیم تا کم کم از وجودمون بیرون بره، چون میگن اگر کسی منطق داشته باشه احتیاج به این نیست. دوست عزیز من، شما که با دیکتاتوری مخالفی، دیکتاتوری میگه یعنی میگه تفتیش عقاید میکنه، درسته؟ شما داری تفتیش عقاید میکنی وقتی میای میگی این نماز میخونه یا نه، انگشتر عقیق دستش کرده برای چی؟ این تفتیش عقایده. آقا اون وقتی که طرف میگه بابا صد رحمت به آخوندا، آخوندا اقلا میذارن عقیدتو بگی بعدن میان میگیرنت. شما قبل از این که این عقیدشو بگی میخواین شکنجهش کنید، میخواین نمیدونم. بابا طرف میگه خب اگه من جزو اینا بودم که باید یه راهی هم به من میدادن که. حالا شما میگی بله جزو خودشن، گفته بیاد اونجا عکسم بگیره، اینجوری اینم عکس گرفته، توضیح میده، میگه ما وقتی رفتیم اونجا 300 400 تا خبرنگار جوان میان اونجا، هر کدوم از اینها یه چیزی میگن. یکی میگه آقا لبخند بزن فلان، بعدم وزارت کشور آمد گفت این یک حالتی شده مثل سیرک و هر کی میاد نمایشی و فلان. اینها بزرگترین سیرک رو ما اینجا داشتیم تو آمریکا حدود یک سال، 17 نفر ریپابلیک، چند نفر دموکرات، هر هفته میمدن، هر شب میمدن، اینا به اون فوش میداد، اون به زن و بچه اون فوش میداد، فردا میدیدیم با همدیگه دارن شام میخورن. متاسفانه این بازی کثیف سیاست تو خون و تو اخلاق همه ما رفته و فکر میکنیم یه قسمتی از دموکراسی همین حملاتی هست که به همدیگه بکنیم. طرف میاد میگه آقا خائن. آقا خانم شما به این سادگی نباید به نفر بگید خائن.
بابا این اینجوری فکر میکنه، این فکر میکنه 30 سال با این مقامی که داره والا احتیاج به پولی به حقوقی نداره. من رفتم نیوجرسی، رفتم این محل کار ایشون رو تو اون دانشگاه معتبر دیدم، رفتم خونه و زندگیش دیگه بالاخره میدونم وضعش چجوریه. احتیاج به پولی نداره. و اگه کسی میره خائن میشه که نمیاد بیاد جلو تلویزیون بشینه و با شما هی صحبت کنه که ببخشید اینو میگم ها، شما اینجوری میگید، منم اجازه میدم به خودم بگم شما ننه قمر هستید. هر ننه قمری بیاد بهش بگه خائن، میره اون زیر پیرا پولشو میسازه، خوشیشو میکنه، گندش بالا اومد، میفهمین گندش هم بالا نیومد، مثل هزاران که تا حالا رفتن میرن و من و شما بی خبر برای خودمون داریم اجازه بدید بگیم میچرین، چون این چریدن شده توی فیسبوک. این بحث و مناظره و دیدم این آقای چهارستایی نوشته بود مناظره با آقای فلانی. میگم آقا تفاوت مناظره با گفت و شنود چیه؟ گفتگو، گفتمان، مناظره این چیه؟ شما که در مقامی نیستید که با آقای مهدی خزعلی مناظره کنید، شغلی ندارید، یا اون دنبال شغلی نیست که شما هم دنبال اون شغل باشید با هم دیبیت کنید یا مناظره کنید. شما به عنوان یه جوانی که آمده بیرون امروز یه میکروفون 5 دلاری گرفته زده کنار یقش با تلفنش مصاحبه میکنه، دارید با ایشون گفتگو میکنید، کدوم مناظره؟ بلد نیستین. همین جوان آمده بود میگم من به نسل پنجمی ها صحبت میکنم. میگم آقا نسل پنجمی چیه؟ اگه منظورت از انقلاب هر 25 سال یه نسله، از انقلاب هنوز دو نسل نگذشته، شما منظور چی؟ بعد میگی منظورم به دهه پنجمه. میگم آخه مگه هر 10 سالی ما یه نسل داریم که می‌نویسی نسل پنجم؟ نمیفهمی، بلد نیستیم، یاد نگرفتیم. حالا هم که به همون امکان دادن باز بشیم، مثل یه فنری که نگه داشته باشی که یه چنبری ولش که میکنی به در، به دیوار، به قریب، به خودی، به آشنا میزنی. یه کمی صبورتر، منطقیتر سوال کنید، جواب بشنوید. اگه با جوابی که شنیدید موافق نیستید، برید یه جای دیگه. یه نفر نوشته بود که این آقای چهارروستایی از ایران آمده تا شازده را بکوبه. میگم مردشو رو شازده ای ببره که یه چهارروستایی که میگه از زندان ایران فرار کردن بتونه بیاد اینو بکوبه، و مردشو رو شما رو ببره که طرفدار شازده هستید که نمیری جلو کوبیدن اینو بگیری. آقا این اومده اینو بکوبه، شما اینو محل نذار، شما برنامه‌شو نگاه نکن، برو ببین این آقای شازده چه برنامه‌ای داره، برو برنامه اونو هدایت کن، حمایت کن، یا برو هدایتش هم بکن. بابا کارمون خرابه، هممون یه مش آدمای عصبانی، مجری عصبانی، مهمون برنامه عصبانی، بیننده هم. خب واسور میام به کارمون خراب دارم میگم نه آقا کار شما خرابه، میگم احمق، من که دارم میگم کارمون خرابه، تو کارت خراب نیست، بیا بنویس کار من خراب نیست. ما ببین چند نفر میام فرشت میدم، چند نفر میان بهت میگن که دیروز اسم نوشته بودی زهرا خانم، ولی میای به فلانه میگی فلانم تو فلانه، ما دیگه زهرا خانم فلاندار ندیده بودیم. البته این روزا این هست دیگه، میدونین این خانم نوشته بود که آقایی که خانم شده نوشته بود فاینال سرجری من انجام دادم. بعد من گفتم فاینال سرجری چیه؟ جراحی آخر. اون جراحی آخری که اگر یه مردی زن شده ماجرا رو نمیدونم هیچ دیگه، برین خودتون بخون. خب و اما 26م، چون امروز 24مه، حتما 26م پس فردا است و من سعی میکنم توی این برنامه حضور داشته باشم. چهارشنبه هم همون روز سعی میکنم با آقای مهدی تبریزی یا آقای مهدی زاده، ما بالاخره نفهمیدیم اسم ایشون چیه، صحبت کنیم. کسی هست که الان چندین ماه 26م هر ماه یه برنامه ای رو گاهی توی هتل میذارن، گاهی توی کلیسا میذارن. امروز صبح باهاشون صحبت کردم، گفتم آقا من روزی 10-15 تا تلفن و ایمیل میگیرم، میگن آقا ما از بالای این تا پایین رو خوندیم متوجه نمیشیم چی میگه. من گفتم خب که بیاین اونجا که ببینید چی میگه، از خودشون بپرسید. ولی وقتی من پرسیدم گفتن آقا ما میخوایم آدمای خوب دور هم جمع بشیم و اینجام به انگلیسی نوشتیم increase the number of good people making the world a better place، ما میخوایم تعداد آدمهای خوب، انسانهای شریف رو زیاد کنیم تا بلکه دنیا رو به محل بهتری به اصطلاح تغییر بدیم یا عوض کنیم. درصد ممنونم از آقای مهدی زاده تبریزی و
شماره تلفن ایشون هست 202-680-0456 و ایمیلشون هم روی این قسمت پایین بذارید، بزرگترش کنم براتون تا ببینید. اما اینجا 4 به 3، بله میبینید این پایین ایمیلشون هست. البته ایمیل و وبسایتشون رو پشت سر هم نوشتن که این کارای مقداری اشتباه، این باید توی خط پایین باشه، ایمیل پایین اون وبسایت بالا باشه، www شو بنویسن تا یه نفر نیاد همه این رو به عنوان ایمیل آدرس بنویسه. دو تا شماره تلفن معمولا می‌نویسن تلفن، یک بالا یک پایین، یا این که می‌نویسن وسطش کلمه اند و رو می‌ذارن. در صورت اینا 26 دلار می‌گیرن دوستان، روز 26 آپریل، پس فردا، می، جون و جولای توی این محل 8991 بروک رود مکلین ویرجینیا جمع میشن. شام هست، موسیقی هست، رقص هست و احیانا صحبت یا سخنگویی هم میاد و به اصطلاح درباره موضوعاتی که میخوان صحبت میکنن. اینجا نوشته God's Grace و گفتم خود من بهشون گفتم یکی از مشکلات برنامه شما اینه که انقدر چیزای مختلفی رو در بر میگیره. معمولا خود برنامه هم که اجرا میشه، اون آخرین باری که من رفتم آقای دکتر مرتضی انواری آمده بود، خود اون بنده خودم نمیدونست درباره چی باید صحبت کنه، گفت چون منو دعوت کردن و من موضوع رو نمیدونم. اصلا درست میشه. سعدی گفت، همشهری خودمه، گفت دو بار باید زندگی کنیم، چون نشون میده ما 700-800 سال پیش، 1000 سال پیش هم با یک بار زندگی کردن به جایی نمیرسیدیم. زندگی رو دو بار باید انجام بدیم، با یکی تجربه آموختن، با دیگری تجربه بردن به کار. من امیدوارم اون زندگی دوم یک کمی آدمتر از این زندگی باشیم. شما چی؟ بازم تشکر میکنم از اون دوستی که از خلیج فارس برای ما پیامش رو فرستاده و من پیام رو همراه شما گوش میدم و نظرم رو بعد از پیام ایشون عنوان میکنم. ایشون خواسته از من و شما تا ما هم نظر بدیم و درباره موضوعاتی که ایشون صحبت میکنه. به نظر من اگر پرسششون رو دقیق تر بپرسن، نظراتی که مردم میدن بهتره و راجع به اون پرسش به خصوص هست. ما باید چیزها رو خیلی قشنگ، اینجا میگن سیستماتیک، با یه روش خاصی، با یه سیستمی، با یک نظمی انجام بدیم تا به یک جایی برسیم. اون رو هم براتون پخش میکنم. و اما لخت کردن زنان ایرانی در گرجستان، گویا بعد از کشورهایی که مثل عربستان سعودی و اینها، اون یا تجاوز یا حالا هر چیز به اون بچه ها و پسرها و بعد به بدرفتاری به مسافرین و اینها، حالا دیگه نوبت گرجستان شده. این گرجستان میگه که زنهای ایرانی رو در ملأ عام لخت کردن به عنوان بازرسی بدنی. و اما گفتم آقای میرسلیم هم به فرانسوی صحبت کرده، یکی برای من نوشته بود احیانا فرانسوی ها به این رأی میدن. ماجرای فرانسه که آقای امانوئل ماکرون و خانم مارین لوپن که به دور دوم اینها رفتن، این خانم مارین لوپن رو بعضی ها میگن که لومپن ترامپ، یعنی نگاه قیافش هم بکنید اون نفرت و نجات پرستی و اینها رو داره. و من تعجب میکنم که این دوست ما پیام میگه اینایی که میگن ما وطن پرست هستیم و ایران دوست هستیم، چرا وقتی که این خانم میگه من وطن پرست هستم و فرانسه دوست هستم ناراحت میشن؟ من اونا رو نمیدونم ولی خودم رو میدونم، چون اونایی هم که میگن ما ایران پرست هستیم و اینا، معمولا به خاطر نادانیشون، کم سوادیشون، متعصب بودنشون، نه خبر از نژاد خودشون دارن، نه خبر از به اصطلاح جغرافیا دارن و یه چیزی همینجوری رفته تو مرزشون. چون شما اگه امروز گفتی ایران نمیدونم جان من، فردا میگی خب حالا تهران جان من، من باید بگم شیراز جان من، شیرازیه با اسپانیه دعوا، اسپانیه با تهرانیه دعوا. و آقا خانم بیان آدم بشی. من اصلا
نه کمونیستم نه چپم نه چیزی بلدم بگم جهان وطنی، ولی والا بلا وقتی پرواز میکنید با هواپیما از اون بالا مرزی دیده نمیشه، این خطکشی ها دیده نمیشه، مگر احمقایی مثل ترامپ بیان که میخوان یه دیواری بسازن که ازش پول ببرن استفاده ببرن، اون وقت شما اون دیوار رو ببینی بگی آها ببین بین آمریکا و مکزیک مرزه، فعلا مکزیک بیچاره اونا زودتر از ما توی این قاره بودن، اونا توی تگزاس بودن هنوز هم هستن و نمیدونم. طرف میگه آقا ما مرز رو رد نشدیم، مرز اومده از ما رد شده، اینایی که تگزاس بودن میدونن ماجرا چیه. خب آقای سول باور کنید من متاسف شدم، نه عصبانی، همانطور که گفتم هیچ مهره سر جای خودش نیست، ایشان باید از موج اپوزیسیون، آقا این شاید اصلا اپوزیسیون نیست و شاید نوع عملکردش همون جوری که آقای خانساری ببو برو مصاحبه من با آقای مرداد خانساری ببین، میدونی آقای خانساری من چند سال چون باهاش دعوا میکردم اونم نمیمد تو برنامه من حقیقتش، و اینا اون موقع فقط با موافقین صحبت میکردن، الان فهمیده نه آقا اشتباه کرده، و میخونم براتون که دوستان چی نوشتن و اینایی رو که میان میگن ما اشتباه کردیم روشمون اشتباه بوده، بابا ولشون کنین تا بیان جلو و خوشحال بشن که حالا اومدن یه چیزی گفتن که من و شما ازشون استقبال میکنیم. به همین خاطر من با آقای خانساری چند بار گفتم که این چیزایی که برای شما نوشتن درسته که بهتون به اصطلاح پرخاش شده بهتون پریدن، ولی حقیقتا یه جور خوشحالی توش هست، چون طرف داره میگه که ببین آقای خانساری اون موقعی که شما اونجوری فکر میکردید من اینجوری فکر میکردم و حالا شما رسیدید جایی که من 15 سال پیش بودم. خوشحال باشید، تحمل داشته باشید، شادی نزدیک است. اینم از این ماجرا. بریم این پیام دوستمون رو بشنویم، منم یک نفسی تازه کنم. اول از هر چیز این پیام رو بذارم اینجا تا برای شما پخش بشه. پلیر 3. دوستان از لحاظ حمایت وضعمون خیلی خرابه، مثل که تعطیلات عید و گردش و اینها شما همتون رفتید و هرچی پول داشتید خرج کردید، حالا یه پولی جمع کنید و حمایت کنید از تلویزیون مردم. خیلی از دوستان تشکر کردن، داریوش از آلمان و دیگران، که ما این مصاحبه پناهجویان رو دریابیم انجام میدیم و من خیلی خوشحالم، و جالبتر اینه که فکر کنم تا امروز با هر کسی که ما مصاحبه کردیم بعدن زنگ زدن تماس گرفتن و نتیجه قبولیشون رو گفتن، و دیدم پریروز یه نفر برای من نوشته بود که آقا من 10 سال توی کشور سوئد اگه اشتباه نکنم هستم و الان در خطر دیپورت هستم. بهشون گفتم تماس بگیر با هم گفتگوی گپی خودمانی داشته باشیم. دوستان بشنویم صدای این دوستمون رو از خلیج فارس که میگه ما نه اینکه مغزمون به فرمانمون نیست، بلکه هیچ یک از اعضای بدنمون به فرمانمون نیست و ما فکر میکنیم که ما داریم فرمان میدیم. بفرمایید، با شماست. نتیجه یک بررسی طولانی را جهت اطلاع و شاید استفاده شما بینندگان تلویزیون مردم تقدیم میکنم. سلام مرا بپذیرید و لطف کنید رأی خود را بیان و به اطلاع من برسانید. نظرتان خیلی سودمند خواهد بود، به ویژه اگر مخالف و عملی و علمی باشد. حتما موجب بررسی بیشتر و عمیق‌تر شدن این بحث می‌گردد. هدف از این زنجیر گفتارها این است که شما بیندیشید و خود را بهتر بشناسید. انسان درک نمی‌کند که عقلش در اختیار خودش نیست. این حقیقت برای هر فردی غیر قابل قبول است. هر کسی عقیده دارد و تصور می‌کند کاملاً بر فعالیت مغزش مسلط است و خودش مدیر کل و تنها راننده مغزش است. حال اگر این تصور صحیح باشد، این سؤال‌ها را مطرح و از مدعیان تسلط بر مغز خیش باید منتظر جواب بود. تمام اعضای بدن بدون دخالت انسان حرکت و فعالیت میکنند. چه شده که تصور میکنید فعالیت این مغز در کله انسان به شکلی دیگر و مغایر فعالیت های دیگر اعضای بدن
در اختیار صاحبش است. در زندگی اشخاصی را به نفهمی، حماقت، دیوانگی، تعصب، حسادت، کثیف بودن، دیکتاتوری، ظلم و ده ها صفت دیگر نسبت می دهیم. چرا خود شخص پی به این صفاتش نمی برد؟ اگر هم به او گفتیم انکار کرده و منطق تراشی می کند. اکنون تصور کنید که وضع برعکس بود، یعنی هر کسی وضع مغز خود را درک می کرد. آیا نفهم، احمق، دیوانه، متعصب، حسود، کثیف، دیکتاتور، ظالم و دیگر صفات در میانمون داشتیم؟ چرا هر کسی خود را کامل و درست و خوب می داند؟ اغلب آنان که پیام و یا نصیحتی از دیگران دریافت می کنند، قبل از استفاده از عقل و فکر کردن فوراً درفش دشمنی با نصیحت کننده را برافراشته و دوری و شاید سر بریدن آن طرف را بدون فکر در طرح‌های مغز می گنجانند. اگر بر عقل خیش مسلط هستید، چرا مسائل و امور و چیزهایی از یادتان می رود؟ یا پس از خشمگین شدن و انجام یک کار و یا گفتار غیر مناسب در اثر عصبانیت ادعا می کنید به علت عدم کنترل خیش آن اشتباه را مرتکب شده اید؟ چرا کنترل بر خیش را نداشته اید؟ بعضی وقتها که در دودلی قرار می گیرید و یک راهی را انتخاب می کنید، بعدها پشیمان شده و سبب را در فشار احساسات و یا عوامل دیگر تشخیص می دهید. عوامل دیگر درون خیش را که کاملا به خودتان مربوط است نتوانستید از دخالت در مغزتان دور کرده و یا جدا نمایید. امیدوارم کمی درباره یافتن پاسخ به این سوال ها فکر کرده و عجله هم نکنید. ناراحت هم نشید، همه انسان ها همینطور هستند، من جمله همین سخنگو، یعنی من هم مثل همه هستم و ادعای برتری و معصوم بودن و امامت و یا پیامبری هم نمی کنم. موضوع به این سادگی نیست که در یک جمله و یک گفتار خلاصه شود. لطفاً شکیبایی باشید و با هما همراه. واقعیت‌های را از نظرتان می‌گذرانند که همه اش خواهان فکر کردن و دقت هستند تا شاید به هدف قبلی که گفتم، یعنی شناخت خیش برسیم. به روز نخست آفرینش برگردیم، روزی که اولین انسان در این کره به دنیا آمد و زندگی را شروع کرد. افسانه آدم و حوا را فراموش کنید. این داستان از 10,000 سال پیش توسط فرعون‌های مصر ساخته شده و هیچ پایه علمی و واقعی ندارد. همینطور تمام افسانه‌ها و مسائل دیگر متعلق به آن که در تمام دین‌ها و در دوران تاریخ بشر تکرار شده دور از حقیقت است. اگر کسی مانند من آن را زیر سوال ببرد، همانطور که بارها گفته‌ام، زندیق و کافر است و خون و ریختن خونش حلال. لکن کسی هم نیست بپرسد این آدم و حوا چه رنگی بود چشمشون یا موهاشون یا پوستشون؟ دو پسرانشون هابیل و قابیل با که ازدواج کردن که همه ما را در تمام جهان با این تنوع بسیار و در جاهای دور پسند داختند؟ اگر بیاد داشته باشید، در اختارنامه خران با آقای سربی گفتم که خران و تمام موجودات دیگر با مغزی دنیا می آیند که تمام نیازمندی هایشان در آن انبار شده. این انسان است که با مغزی خالی از هر دانشی پا به دنیا می گذارد. تمام چیزهایی که به مغزش وارد می شوند نسل به نسل منتقل و جهت پیشرفت تغییر می کنند. اما این اما خیلی مهمه. بله، اما کسانی که سیستم این دنیا را برپا کردند و طرح نمودند، معیارهای پیاده کردن که هنوز گریبانگیر انسان است و تا حال بشر نتوانسته از یوغ آن خود را نجات دهد. لطفا این نامها و کلمه های یوغ و زنجیر و غر را بیاد بسپارید. خیلی در آینده در این بحث تکرار خواهد شد. همراه من باشید تا سیری در آفریدگی انسان کنید. انسان
هنگام تولد هیچ آزادی و اختیاری از خود ندارد، به این معنی که جنس خود را تعیین نمی کند که پسر و یا دختر به دنیا آید. تعیین رنگ پوست و شکل و قد و قدرت بدنی و دیگر پدیده های ظاهری و بدنی هم از اختیار این آفریده خارج است. اختیاری هم در انتخاب پدر و مادر خود ندارد. جای تولد و همچنین طرز مرگ و جایش در اختیارش نیست. قدرت اختیار زبانی هم که با آن صحبت خواهد کرد از دستش خارج است. آنچه به او فراداده خواهد شد و می آموزد یک مسئله جبری، تصادفی و بدون انتخاب انسان است. از این رو در قدیم هر فردی همان کار و یا پیشه خانوادگی را دنبال می کرد و این تنوع در اشتغال یک پدیده نوظهور است. انسان امروز که در محیطی با آن همه محدودیت های ذکر شده به دنیا آمده، تحصیل کرده و بزرگ می شود. هنگام پا گذاشتن به عرصه زندگی و یا دوران کار و فعالیت، یعنی پس از رشد و به قول ما هنگامی که مرد و یا زن شده، به اجتماعی وارد می شود که دو اصل اقتصادی و اجتماعی تمام زندگی او را کنترل می کنند. اصل اجتماعی ارزشش را در اجتماع درجه بندی می کند و دایره حرکتش را محدود می سازد. این اصل بر پایه های مشخصی در شعور همگانی ریشه دوانده و نمی توان آن را به سادگی تغییر داد. باید اعتراف کرد که این اصل در نیم قرن اخیر کمی تغییر کرده و معیارهای محدود کننده جدیدی به مغزش ریخته شده. اصل مهمتر اقتصادی است که بر پایه‌هایی محکم و غیر قابل تغییر مانند روز اول تاریخ انسان باقی مانده و در همه جا و همه چیز ریشه دوانده. روز به روز بر تمام انسان‌ها فشار می‌آورد و آنان را از هر نوع حرکت و در نتیجه استقلال و آزادی باز می‌دارد. امیدی هم نیست که این اصل به نفع و سود عموم مردم تغییر یابد. برعکس، هر روز حلقه آن تنگتر شده و توسط گروهی بسیار کوچک چنان اداره می شود که نفوذشان افزون و مردم بیشتر غلام و برده اقلیت انگوش شمار می شوند. امروز زرنگی این گروه چنان است که انسان قادر به درک وضع خیش نیست و نمی داند که هر روز بیشتر از روز قبل در زنجیر بندگی گرفتارتر می شود. حال ممکن است یکی از شما بینندگان و شنوندگان بگویید این چه حرفیه؟ آزادی ها بیشتر شده و می توان هر کاری را که خواست کرد و به هر کجا میل نمود رفت و خوشبخت بود و خوشگذران. بله، این درست معیار ظاهری و تراوش مغزی است که این اقلیت در فکر همه به این شکل انبار کرده اند. به علت عدم قدرت انسان در تسلط بر عقل خیش، این اقلیت معیارهای اقتصادی و اجتماعی توسط تمام دستگاه‌های آموزشی و تبلیغاتی پخش کردند که عقل انسان قادر نیست از چارچوب برنامه‌های طرح شده برایش از سوی اینان، یعنی همین اقلیت، خارج شود. خب، با این وضع چقدر انسان برایش آزادی انتخاب و اختیار باقی مانده؟ ما چقدر آزادی داریم؟ در کجا اختیارمان به صورت کامل در اختیار خودمان است؟ چه چفایی بی پایان. می دانم این گفتار سنگین و طولانی بودنش غیر قابل تحمل می باشد. خستگی فکر کردن و اندیشیدن از خستگی بدن سخت‌تر و بیشتر است. خستگی بدن با خوابیدن پایان می‌یابد و به گفته همگانی مرتفع می‌شود، اما فکر کردن و خستگیش خواب را از چشمان می‌برد. بیشتر سرتان را درد نمی‌آورم تا قسمت دوم این بحث درباره مغز انسان برایتان آرزوی تندرستی و موفقیت کرده و امیدوارم که این چند دقیقه گفتار شما را به سوی فکر کردن درباره خیش ببرد و با لطفتان ما را بی نظر و رأی ول نکنید. روزگارتان خوش. خب، بسیار ممنون از این دوستمون و از شما ممنون میشم که نظرتون رو درباره گفته‌های ایشون بگید. البته جا داره که بگم ایشون 16 سال هست که دارن تحقیق میکنن
و اگر امروز به این نتیجه رسیدن، ما میتونیم از ایشون سوال کنیم خب اگر شما 16 سال پیش شما هم مثل ما فکر میکردید که تنها چیزی که به فرمان شما نیست قلبه، تپش قلب میگن به فرمان من و شما نیست، که البته الان بعضیا با تمرین اون رو هم کنترل میکنن، ولی ایشون میگه که نه، به غیر از قلب مغز هم تحت کنترل ما نیست. این یک عذر و دلیل موجهی به من داد که هر وقت کارهای اشتباه میکنم عصبانی بشم بگم آقا تانم دست من نیست که این چی بود اون شعره میخوند میگفت کار دله، اینم ما بگیم کار بدنه و ما در اون کنترلی نداره. نظر خود من در مورد این چیزی که شما میگید اینه که شما یه بحث جالبی رو شروع کردید، به نظر من بیشتر ما رو وارد کنید با اون نتایجی که گرفتید از تحقیقتون آشنا کنید، بعد ما با سوالا بیایم سراغ شما. و خب همین که مثلا الان شما سوال میکنید که این آدم و حوا اگر با دو تا پسر داشته، هابیل و قابیل، خب با کی ازدواج کردن، کلن این داستان پیدایش به اصطلاح زندگی و اون خالق و مخلوق آدم و حوا رو زیر سوال میبره و برمیگرده به یه چیز دیگه ای که مثلا قضیه داروین رو شاید به یه شکلی بیاره. حالا امیدواریم آقای دکتر افشارها هم از مسافرت که برگشتن بیان و این رو به اصطلاح به من و دوستان بگن که چطور شد، از چه روزی خدا فهمید که باید هر کی میخواد با یکی دیگه ازدواج کنه یه آخوندی، یه کلیسایی، یه شهردار شهری یه جوازی بهش بده و الا این حروم ازدواج اینها، یا اینایی که مثل همون حابیل و قابیل اینها با کی ازدواج کردن، با خواهران خودشون ازدواج کردن. و ماجرا از این که من و شما فکر میکنیم پیچیده تره، ولی من نمیدونم چه نظری باید بدم، حقیقتشو بگم، چون شما وقتی داری ایجاد سوال میکنی یه چیزایی که تو مغز خودت اومده الان داری عنوان میکنی، ما فقط برامون ایجاد سوال میشه. بله میتونیم ما حالا بیایم سوال از شما بپرسیم که چرا این و چرا اون، ولی من فکر میکنم باید بیشتر صبر کنیم، مثل یه معلم که میاد سر کلاس از همون اول نباید این بچه ها سوال کنن، باید بچه ها گوش کنن 45 دقیقه یه ساعت که رفت بعد اون برگرده سوال کنه. در صورت نمیدونم ایشون و آقای چمنارا و دیگران هم میگن، مثلا آقای چمنارا امروز برنامه‌ش رو بعد از برنامه خود من خواهید دید، یه ویدیوی درست کردن و ایشون آقای مهندس سهراب چمنارا از اندیشکده قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران و وبسایت قانون.org با شما در تماس هستن، ایشون هم مایل هستن که شماها مهمانشون بشید، تماس بگیرید بگید من میخوام با شما، حالا نمیدونم باز این مناظره است یا گفتگوه، ما هنوز خیلی چیزای اصلی و کوچولو رو یاد نگرفتیم، به طرف میگیم اگه راست میگی بیا مناظره، بعد میگه آقا من که اصلا ادعایی ندارم، کسی که ادعایی نداره مناظره ای نیست، گفتگو هست یا به اصطلاح یه برنامه آگاهی دهنده. خب ساعت 3:37 دقیقه است و ممنونم این گلو درد ما و یکی دو هفته‌ای که مریض شدیم و اینها. آهان یه سوالی پتیک کرده بود که من گفتم توی برنامه بهش پاسخ میدم برای دیگران هم باشه، اجازه بدید بریم و ببینیم اینها رو من میتونم پیدا کنم. پیامشو پخش کردم راجع به 101مین سالگرد کشتار یا نسل کشی ارمنیان که به وسیله امپراتوری عثمانی انجام شده و متاسفانه وقتی که تمام دنیا الان آگاه شدن و منتظر بودن که حکومت ترکیه بیاد مثل یک انسان شریفی، مثل یک آدم قرن 21 عذرخواهی کنه، حتی دلداری کنه از اینا، میبینیم که این احمق اردوغان رفته و رفراندومی را انداخته و خودش دنبال اون امپراتوری عثمانی هست، امپراتوری عثمانی که میدونی عثمانیان ایران هم حمله کردن، اصلا همه دنیا رو رفتن زدن و گرفتن و الی آخر. و اما بذارید ببینم اون نامه پتیک رو پیدا میکنم که نوشته بود که آیا با اون دوستمون تماس گرفتید و اون ماجرای آقای حسین محمدی که گفتیم اگه بشه یک ونی برایشون بخریم. من ببینید اینجا واقعا میگم چون میدونم ایشون شرایط من رو میدونه و اینجا
این هر کسی گفته آمریکا باید پیداش کرد بهش یه جایزه داد. اینجا آمریکا آمریکاره، حالا تو اروپا هنوز به پای اینجا نرسیدن. اینجا شما باید توی 24 ساعت واقعا 24 ساعت کار کنی، اون 7-8 ساعتی هم که خوابیدی یا مغزت کار میکنه یا بدنت خوابیده که استراحت کنه، نیرو بگیره، باز دوباره بلند شه بره جون بکنه کار کنه. اینی که شما یه پروژه میارید، من برم با این پروژه، چند بار تماس گرفتم، این دوستانم مشغولن، تلفنشون نه پیام میگیره نه جواب میده. ماجرای دسفول، ماجرای اون برنامه یعقوب لیس، ماجرای این به اصطلاح تماس با آقای حسین محمدی، بهش گفتیم برو سراغ ارمنیای اون شهر و بهشون بگو که آقا یه ارمنی از کالیفرنیا گفته که شماها همیشه در صحنه بودید. اونم یه جوونه، احتمالاً زن داره، نامزد داره، خانواده داره، مادرش ممکنه مریض باشه، باباش ممکنه مریض باشه، اونم مشکلات خودش رو داره. و من الان ببینید تو فیسبوک بخونید، طرف این دوستمون آدم با سوادی، آدم محققیه، میگه ایشون چرا از طریق اپوزیسیون صحبت نمیکنه؟ چرا آقا اینجوری انجام میده؟ شما برای یه جوری دیگه انجام بده. سربی کششش تواناییش اینه که آقای سفر دادور بیاد بگه آقا من میخوام وسایل موسیقی رو برای افرادی که نابینا هستن به یه صورتی درست کنم، کامپیوتر فلان اینها. سربی میتونه بگه بله من که تو موسیقی چیزی نشدم، ولی داریم دوستانی، آقای دکتر نادر مجد هستن، آقای کاظم داودیان هستن، اینا ممکنه اگر شما ارتباطتون برقرار بشه و ما بگیم این بنده خدا یه همچین چیزی میخواد، اونم بیاد حالا یا در راه خدا یا با قیمت خیلی کمتر کمک کنه. ولی از این که مثلا آقای سفر دادور انتظار داشتش من هر روز برم آقای کاظم داودیانو از اشبر سوار کنم ببرم الکساندریا بشینیم تو خونه اینا کار انجام بدیم بیاین، اینجوری من نمیتونم، کششو ندارم. و اون ماجرا را من چند بار تماس گرفتم درباره کمکایی که میکنید برای ایران، چون شما میگید که من امکانشو ندارم، من سعی میکنم به اون جایی که نزدیکتره کمک کنم. دیدید حتی در رابطه با ماجرای زلزله خراسان، تا دیدم آقای افشارها میخوان برن خراسان، برن مشهد و برن ایران و اینها، گفتم که یه همچین چیزی هست، ایشونم با کمال می قبول کرد. قبول کنیم به اندازه توانمون وزنه برداریم، قبول کنیم پله پله قدم به قدم پیش بریم و سنگای بزرگ، برنامه های علکی و بی خود بر نداریم. و الا ما هم میشیم تلویزیون ایران آریایی، ما هم میشیم 10 تا تلویزیون مثل آقای هومر آبرامیان و دیگران، دانشگاه مهر کوروش. میگم آقا طرف 30 سال اینجاست انگلیسی بلد نیست، شما میخوای برش دانشگاه یه کلاسی بذار، کلاس اکابر برای انگلیسی، شبا ما بیان الف بی انگلیسی یاد بگیریم. اینجوریه و هیچ کدوم از دانشگاه هم درش باز نشد. تنها دانشگاهی که گویا باز شده بوده، اونم بعدن فهمیدن آقای مشتی دکترای قلابی داده به سکویی و با آقای میرفتروس کیه، دانشگاه گلوبال یونیورسیتی بود که اونم آقای ابوالقاسم صمدانی بنده خدا فوت شد و رفت. در صورت دوستان عزیز اگر از من انتظاری داشتید که بنده نتونستم برآورده کنم، من ازتون عذر میخوام. یا حتی اگه من قول حرفی زدم که شما فکر کردید که من میتونم این کار رو انجام بدم ولی نتونستم، بابت نتونستن اون کار از شما پوزش میخوام. بریم سراغ این خبر که بله اونو نشون بهتون دادم که وقتی میر سلیم فرانسوی صحبت کرد، این چیزی رو که آقای امیر احمدی توضیح دادن، بله توی کشور خودتون که هستید وقتی خبرنگارای دیگه میان بعضی وقتا برای اونها به زبان اونها صحبت میکنن، ولی دیدیم که مخصوصا وقتی طرف میره اون کشور اونجا با زبان خودش صحبت میکنه و میذاره مترجمای اونها که مورد اطمینانشون هستن ترجمه کنن. در اصل من این شرایط و قوانین بین المللی رو نمیدونم و تو رو خدا دوستان فکر نکنید هر کی اومد یه چراغی روشن کرد و نشست جلو دوربین حالا که اینجا شده منور فکر اینم منور افکاره، نه خیر، ایشون ممکنه از شما عقب افتاده تر، نادان تر، که بنده نمونش هستم. باشه. و اما صادق زیبا کلام گفت مردم گول نمیخورن. آقای صادق زیبا کلام شما قبول دارید که مردم تا حالا گول خوردن؟
اگه قبول داری که مردم تا حالا گول خوردن، پس این گفتتون غلطه که مردم گول نمیخورن. باید بگی دیگه مردم دیگر گول نمیخورن، که اونم باز غلطه. بازم میرن انتخابات، بازم میزننشون، بازم اعتراض میکنن، بازم بعدش میرن خونه هاشون. سحر نوروزاده طراح سیاست خارجی آمریکا در خصوص ایران از سمتش کنار گذاشته شد. میدونید هنوز چند تا از این به اصطلاح دستندرکار حکومت آمریکا هستن که از دوره اوباما به جا موندن و اگر در راه و به اصطلاح سمت و سوی ترامپ باشن میذاره کار کنن، اگر نه اونا رو میتونه اینجا میگن فایر اخراج کنه. و تنها کسایی رو که نمیتونن تغییر بدن قاضیا هستن. و الان دیشب یه برنامه بود توی 60 مینیت، بهتون پیشنهاد میکنم برین این قاضی که مثلا میگه که اگر شما به کپیتال پانیشمنت مجازات اعدام باور دارید، این حالا اعدامش کنیم نمیدونم با سوزن، اعدامش کنیم با مواد شیمیایی، اینا لوسبازی هست که دو گول خودتون میزنید. این میگه که یا جوخه آتش که 9 نفر 7 نفر 8 نفر هرچی بوده وایسن، یکی هم دستور بده آتش یا حتی دو نوبت بزنن که مطمئن بشن طرف مرده کشته شده، یا گیوتین، چون مثل این که گیوتین تنها راهی بوده که هیچ کسی نشده ازش در بره. حالا دیگه تیغ، اگه تیغش تیز نبوده من نمیدونم، ولی کار میکرده. و گیوتین تا سال 1970 هم اگه اشتباه نکنم تو همین فرانسه که مهد آزادی هست بوده. این برنامه آقای کوینسکی یه هم چیزی هست که به اتفاقا گفت که من از ترامپ هیچ ترس و واهمه ای ندارم تا اونجایی که اسم من رو بتونه درست تلفظ کنه، چون اصلش اهل رومانی هست، از رومانی آمده آمریکا وقتی 11 سالش بوده و الان قاضی همون کورتی هست که دادگاهی هست که بهش میگن نایت کورت. من اولا فکر کردم کورتای شبانن، بعدا فهمیدم نه بابا شماره دیستریکت مثلا 9 یا هرچی و 26 تا گویا قاضی هست و اینها. و اونها ببینید چقدر قدرت دارن که دیگه وقتی ترامپ میاد به مجلس، حتی خودشون مجلس ریپابلیکن ها جمهورخواه ها میگه شما کاری نکردین و من دستور اگزیکیتیو اوردر، اگزیکیتیو اوردر دیگه دستور قطعیه بالاترین فلان میده، یه قاضی که از رومانی اومده اینجا میتونه اونو استاپش کنه و جلوش وای میسه. اینم از این ماجرا. و ببینیم که بعد از این چی بود. بله، در اثر گردن زدن و تجاوزهای داعش که مسلمان سنی هستند، مذهب شیعه منتشر و زنان یمن پیش قراول جنگ و دفاع از کشورشان شدند و جنگ با عربستان سعودی تا سرنگونی یکی از این دو ادامه خواهد داشت. این همون دوستونه که از خلیج فارس اینا رو میفرستن و ما هم برای شما پخش میکنیم. اجازه بدید بهتون یه تیکه کوچیکشو نشون بدیم که زنان مخصوصا شیعه ها گویا بر علیه عربستان دارن مجهز و به اصطلاح متحد میشن و ایشون میگه که یکی از این دو از همدیگر از بین میبرن. یادتون باشه دوستان، جنگای پراکسی یا نیابتی در دو جا الان داره انجام میشه، آمریکا و ایران توی سوریه، عربستان سعودی و ایران توی یمن دارن با هم میجنگن. این پولایی که میارن تو کیسه میریزن، این پولا منو یاد مجاهدین میندازه که میان پول تو فرودگاه جمع میکنن که دیگه الانم غیر قانونی شد نمیتونن. دوست عزیز، این پولا خرج این استادیوم و این کلاه یک رنگ و لباس یک شکل و اسلحه ها و خمپاره و نمیدونم آر پی جی و فلان اینا نمیشه.
فقط این نشون میدن که کسی دیگه نپرسه این پول از کجا میاد. به احتمال 99% این پولا از ایران فرستاده میشه برای این شیعیان و اون ورش هم سنی ها رو عربستان سعودی. و حالا تا کی اینها به حماقت خودشون ادامه بدن نمیدونم، ولی شما گفتید تا موقعی که یکشون از بین بره. همین روز باز خبرها اومده بود، میدونید که مثلا ترامپ تنها احمقی که به این آقای اردوغان تبریک گفت به خاطر انتخاب مجددش تا سال 2029، حالا میگن این آقا برای اینه که دو تا ساختمون بزرگ توی استانبول داره و این براش مهم نیست کی اونجا باشه، براش مهم نیست امپراتوری عثمانی باشه. از تا موقعی که امپراتوری ترامپ توی اونجا، توی عربستان سعودی، توی ایرلند، توی آمریکا، توی کشورهای دیگه باشه. و میبینید همونجوری که اون دوستمونم گفت چجوریه که آقای امیر احمدی گفت چجوریه که با ایران از لحاظ قانون نمیدونم حقوق بشر، حقوق زنان صحبت میکنن، ولی به عربستان سعودی که زنا گویا از 2 بعد از ظهر تا 5 عصر فقط میتونن رانندگی کنن، اونم باید یکی همراهشون باشه مثل بچه‌ای که 16 است. نمیدونم والا اصلا فکرش هم که آدم میکنه مغزش سوت میکشه. ولی همین اینا میاد شایع شده که ایران یه مبلغ خیلی زیادی داده به یه شیخ عربستان هم چیه که حالا اون یکی دیگه امارات و نمیدونم چند تا کشور شدن امارات متحده عربی، به اونا پول داده که میانجی بشن به ترامپ بگن بابا خیلی اسم ایران نیار و فعلا برو دنبال مشکلات دیگه. دوستان اگه اشتباه نکنم امروز 100مین روز حکومت ترامپ و همون جوری که آقای روحانی دروغ گفت توی 100 روز هیچ کاری نکرد، الان هم نشون میده تو 4 سال هم هیچ کاری نکرده، این ترامپ هم همه کارهایی که گفته بود نتونست انجام بده. تنها کاری که کرد این بود که یه دونه قاضی که از زمان اوباما باید میذاشتن برای اون دادگاه سوپریم کورت، دادگاه عالی اینجا، یه دونه قاضی معرفی کرد، اونم با وجودی که هاوس و سنا یعنی مجلس شورا و مجلس سنا دست خود ریپابلیکن ها نتونستن رأی بیارن، مجبور شد یه قانون مندرآوردی هست، میگه خب حالا دیگه 2/3 لازم نیست، مثلا 60 لازم نیست، اگه شد 50 به اضافه 1 اونم 50 تا رأی آورد، نخست وزیر هم گفتن خب حالا اینم یار شما، رفت شد نفر 51 و یه دونه قاضی گذاشته سر کار. تمام حاصل دروغا و وعد و وعیدهای ترامپ تا امروز این بوده و داماد خودش رو هم کرده مسئول 20 تا 30 تا کارهای مختلف که این آقا یه روزم تو اون کارها تجربه نداشته. والا نمیدونم، من تا امروز هی میگفتم ممکنه خدایی نباشه، ولی کم کم دارم دست به دامن خدا میشم، اگه هستی بیا یه کاری بکن. یه سکته قلبی یه جوری، چون میدونید این آوردن ثابت کردن که این چی میگن آنارسیس یه چیزی میگن که یعنی خودشیفتگی داره، بعد میگن اصلا این از لحاظ روانی مریضه، ولی حالا دیگه تو سن 70 سالگی خانواده‌اش رو همم از دستش در رفتن، اینو انداختن به جون من و شما. میگه از دید من به این پروسه میتوان نام برنامه ریزی واقعی از اطلاع، اگر اینها برنامه ریز نیست هستن ما چیکار هست. یه ویدیو خیلی جالبی رو آقای تیمسار آریانپور فرستادن در رابطه با هواپیمایی کارخونه هواپیمایی بوئینگ که نشون میده چجور هواپیما رو از شروع تا آخرش از آغاز تا پایان میسازن و میگه این پروسه هست، این مرحله هست، این برنامه ریزیه و الی آخر. بعد من براشون نوشتم ماها متاسفانه برنامه نداریم، ماها همش خیال و آرزو داریم و هر کسی هم یه قدم میذاره جلوش کلمه مزدور، خائن، جانی، جنایتکار فلان بهش میدیم تا بابا طلب بگه آقا گور پدر مردم بره دنبال کار خودش. اجازه بدید از آقای سفر دادور تشکر کنم، یک نوار آدیو برای من فرستاده بودن، گفتم که اگه میشه عکس این دوستان رو هم بفرستید تا ما نشون بدیم و ایشون یه ویدیو فرستاده. این ویدیو رو که بهتون نشون میدم اکثر اینهایی که توی این ویدیو
می نوازن یا می خونن نابینا هستن در ایران، و آقای سفر داور خودش تنهایی به کمک خانوادش در ایران یک وسائل رو برده اونجا کمک کرده و هر روزم تو فکر این هست. از ما هم خواست که اگر کسی میخواد بره ایران، اگه یه آدم مجردی هست یک کیف داره، چون میدونی شما وقت داری پرواز میکنی یک کیف دوم رو ممکنه 25 دلار 30 دلار 50 دلار بگیرن، ایشون گفت من حتی اون پول رو میدم، ولی اگه بخواد طرف پست کنه، اولا مثل که پست به اینجا به ایران وجود نداره، بعد برای اون یکی 300 400 دلار میگیرن. در صورت دو سه نفر زنگ زدن، ببینید باز این همونه. منم با آقای سفر دادور گفتم این آقا میگه من 29 میخوام برم، این مثلا خانم گفته من فلان موقع میخوام برم، دیگه از اون به بعدش من میام کنار، این دوتا دوستمون باید با هم تماس بگیرن. یکم آقای سفر دادور دلخور بود، گفتم دلخور نشو، ناامید نشو، شما نگاه کن این صلیب سرخ چگونه هر روز داره تبلیغ میکنه، این انجمن حیوانات چگونه اینجا هر روز تبلیغ میکنن و خسته نمیشن از همشون، چگونه این کلیسا هر روز صبح یه شنبه میان تبلیغ میکنن و نمیگن حالا ما هفته پیش گفتیم هر کی میخواد پول بفرسته برای ما میفرسته. در صورت پشتکار داشته باشید، تو موفق بشید، برید با هم این ویدیو رو ببینیم. خیلی کوتاه، اجازه بدید میکنم 12-13 ثانیه است، ولی اون مجلس رو به شما نشون میده. حالا ما هم هی بشینیم اینجا سنگای بزرگ بردانیم که یکی یکی این سنگا رو پای خودمون افتاده و کمر خودمون رو شکنده. بله گفتمتون 10-12 ثانیه بیشتر نیست، و اینا رو معمولا با تلفن میگیرن، خیلی کوتاهه. بعضی وقتا مشکل فرستادنش از ایران هم هست، اینترنتشون درست نیست، ولی با همه اینها تلاش خودشون رو میکنن. ما هم به نوبه خودمون از این دوستان تشکر میکنیم و ممنونیم. و اما این دوستمون نوشته یک پیمان مصری این پله را برعکس در یک خانه بزرگ ساخته، آیا میدانست عقلش ناقص است؟ این همون دوستی که زیر سوال میبره که آیا عقل ما کنترلش دست ماست، یعنی ما فرمان میدیم به عقلمون یا عقل و مغزمون اونا فرمان میده. پله ها را زیر گذاشته، خب خرابش میکنن رو میسازن، مسئله نیست. در هر صورت اینم از این ماجرا. ببینم دیگه براتون چی هست. نوشته که خیلی ها، بله نوشته که ممکن است خیلی ها باور نکنن که این ارکستر بیشترش نابیناست، همونی که بهتون نشون دادم. حالا اگر فرصتی پیش بیاد با آقای سفر دادورم، آها مثلا در رابطه باز با پتیک دوستمون، شما باورتون نمیشه من با آقای سفر دادور 20 دقیقه رانندگی فاصله داریم، من توی فیرفاکس هم ایشون توی الکساندریا، یا اصلا میتونیم دوتا سوار مترو بشیم همدیگر رو مثلا تو واشنگتن ببینیم، ولی اینجا سه ماه چهار ماه همدیگر نمیبینیم، یا اون کاره شیفته یا من ویکند ها سر کارم و دنیای اینجوری شده، چه باید کرد نمیدونم. و اما خوشمزه تر از همه آقای اهورا پیروز خالقی یزدانی، ماه اردیبهشت است، ایشون هم سر از زیر برف آورده بیرون و میگه اردیبهشتگان جشن گلها شاد و خجسته باد. بهش میگم امو هخا، این آقای شاه که دروازه 2500 ساله رو باز کرد و ایرانو میخواست برسونه و به کوروش گفت شما آسوده بخواب که من مشغول نماز خوندنم، چرا در زمان شاه یکی از این جشنها رو نمیگرفتن؟ توی مدرسه جشن مهرگان، جشن سده، نمیدونم جشن فلان، نکنه خدایی نکرده شاه اسلام پناه بوده؟ جواب نداره، نیستش، فعلا غیب شده. خلاصه نشته اردیبهشت ماه را در سراسر ایران اوج زیبایی بهار می دانند و در ایران قدیم در این هنگام از سال در ستایش از زیبایی های طبیعت جشنی برگزار می شد. اردیبهشت روز از اردیبهشت ماه برابر با سوم اردیبهشت در گاه شمار ایرانی است. اینا یه بحثی رو گوش می دادم، گو آوا اصلا کوروش، یه خانمی بود گو اصلا کوروش اینا میگن وجود خارجی نداشته و این قبری هم که اونجاست نباید باشه. اگه کوروش زرتشتی بوده که خب قبر نداشتن زرتشتی ها،
ولی میدونید تیکی تیکه است، جست و گریخته از این ور اون ور، یا اون یه طرف میاد میگه آقا اگه شما میگید چنین پادشاهی اینجا بوده، چنین خدمه اینجا بودن، خب یه شهری هم باید باشه که سربازا خدمتکارا اونجا زندگی میکردن، اون شهر رو هم پیدا کنید. یا یکی دیگه نوشته بود که آفرین و درود بر رضا شاه که تخت جمشید رو از زیر خاک در آورد. میگم آقا رضا شاه اصلا خبر نداشت تخت جمشیدی هست، خارجی ها اومدن پیدا کردن 60,000 قطعه از تخت جمشید رو دزدیدن بردن و این آقا نفهمید. برید یک کمی بخونید یاد بگیرید. سعید جعفری از بچه های نابینا، این هم همون یکی از دوستانی است که آقای سفر داور برای ما فرستاده، پیانو میزنه و میخونه، نابینام هست. آقای اسدی هم مهمون برنامه ما بودن یکی دوبار، اونم پیانو میزنه قشنگ، میخونه سرودهای مختلف. و اگر میتونید به اینها کمک کنید، آقای سفر داور روی فیسبوک هستن، باهاشون تماس بگیرید. همین یه عصایی که نابیناه وقتی داره میره به در دیوار نخوره. خب من معمولا برای دوستانی که برنامه دارن اون پشتش موزیک پخش میکنن خودم ایراد میگیرم، ولی این رو وقتی که فرستاد به صورت آدیو بود بهش گفتم چون تلویزیون هست اگه تصویر داشته باشه بهتره. اون قطعه رو که فرستاد خیلی کوتاه بود، 12 ثانیه بود. و دوباره این دوست ما از خلیج فارس اون ویدیویی که ما چهارشنبه نشون دادیم یا جمعه نشون دادیم، اختراع یک جوان بوشهری رو برای من فرستاده. منم به شوخی بهش گفتم اگه برنامه ما رو نگاه میکردی اینو 3 روز پیش دیده بودی. گفتم بهتون توی واشنگتن عصرا وقتی رانندگی میکنی حالا خسته و کوفته میخوای بیای خونت، تابلوهای زدن روی آپارتمانا نوشته که اگه اینجا زندگی میکردید الان خونه بودید و اولین مثلا لیوان شراب و چایی و قهوه و یا شامتون هم خورده بودید. حالا این دوست ما اگه شما تلویزیون مردم رو نگاه کنید به اصطلاح این برنامه ها رو زودتر میبینید. ایشون باز دنباله همون 11 دقیقه که صحبت کردن برای من نوشته بودن که این اولین برنامه مغز بشر است، خیلی خوشحال میشم اگر شما رأی خودت را برام بنویسی. آیا شما به این شکل درباره مغز فکر کرده بودید؟ نه، من تا همین قبل از اینکه با شما آشنا بشم نتیجه اون تعلیماتی که دیده بودیم این بود که قلب کنترل به کنترل ما نیست ولی مغز تحت کنترل هست، که خود اونم خیلی بحث ها و به اصطلاح سوالای زیادی میاره. و اما برای جلوگیری از اخراج علیرضا حمیده ابوالمالی به ایران که همکنون در بازداشتگاه اداره مهاجرت به سر میبرد، ایشون نوشته بود که یک اسمتون رو این زیر بنویسید. من برای ایشون نوشتم خانم نازنین صدیقی، گفت یا اون اسمش نوشته، گفتم که یه وبسایتی هست به نام پتیشن، اونجا شما میری پتیشن درست میکنی طرف میاد اونجا بهتره، چون اونا عوضش نمیکنن ولی مردم میترسن زیر هر نوشته ای اسم خودشونو بذارن چون فردا معلوم نیست این نوشته چی میشه. و اما باز هم از مینا خانم ممنون، متشکرم که زنگ تفریحی برای ما در نظر دیدن و این چیزا رو میفرستن. میگه که رای دادن تو ایران مثل آرایشگاه رفتنه، اولش با لبخند ازت میپرسن چه مدلی میخوای عزیزم، بعد هر مدلی که خودشون صلاح دونستن روی کلت پیاده میکنن و جای پاشم میمونه. منم وقتی اینو دیدم گفتم ای موام خیلی بلند شده و دیروز رفتم سلمونی. ممنون و متشکر از شما بیننده عزیز. صدای سخن عشق فقط صدای چرخ موتور اون پیکی که قضاتو آورده. اینم تو ایران میدونید که اینایی که دلیوری میکنن اولا بهشون میگفتن در به در، بعد دیدن بابا در به در چیه، حالا بهشون میگن پیک که قضا میارن، نامه میارن، فیلم میارن، والا ما شنیدیم وسایل سکسی میارن، تبلیغش هست. اگه کسی دارین که تو این روزگار مزخرف زنگ میزنه و فقط حالتونو میپرسه، شما خیلی خوشبختید، قدرشو بدونید. بیارم میگه یه بارم پلیس جلو گرفت گفت ها کن، این اینجوری و ها کردم، نمیدونم دهنم بوی چی میداد، یارو
به افسر کنارش گفت سرکار یه پیک بده به آقا. این جوکا بعضی هاش برای من و شمایی که خارج از ایران هستیم دیگه اون معنی و مفهوم خاص رو نداره. من 3 دقیقه هم از برنامه که قرار بوده 90 دقیقه باشه حقیقتا 33 دقیقه بیشتر رفتم. ممنونم از یکایی که شما که با ما بودید. بریم 1 دقیقه به من وقت بدید که برنامه زنده رو با اون کامپیوتری که به اصطلاح برنامه های پلیلیست رو پخش میکنه عوض کنم. بریم پای صحبت آقای سهراب چمنارا بشینیم. شما هم اگر برنامه‌ای داشته باشید میبینید خیلی ساده ایشون نشسته با کامپیوترش تو خونه خودش یه استدیوی کوچولوه برنامه ضبط میکنه ارسال میکنه با یه مبلغ بسیار کم چون دیگه اون هزینه برنامه زنده نیست. ما پخش میکنیم، ما قراره یه بار پخش کنیم ولی چون برنامه ایشون رو دوست داریم بعضی وقتا میذاریم 3 بار 4 بار 7 بار تا روز چهارشنبه پخش بشه. پس همینجا ما از شما خداحافظی میکنیم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و میریم سراغ آقای سهراب چمنارا. روز روزگار بر شما خوش.